سلام دوستان، به کنگره ایرانیان کانادا خوش اومدین. خیلی ممنونم که شرکت کردین. امروز جلسه ما آشنایی با کنوانسیون ژنو و اهمیت اون برای ایرانیان کانادا هستش. همونطور که میدونین چهار تا کنوانسیون ژنو بوده در واقع و سه تا پروتکل بعداً به اون اضافه شده و وقتی میگیم فقط عنوانش تکی یاد میشه به در مورد کنوانسیونی که بعد از 1949 بعد از جنگ جهانی دوم بسته شده. به طور کلی این پیمان ها حقوق اولیه اسرا، افراد غیر نظامی و ارتشیان رو تعریف میکنه و برای حفاظت از مجروحان و بیماران و غیر نظامیانی هستش که در داخل یا اطراف میدان جنگ قرار دارن و در این کنوانسیون 1949 را 196 کشور امضا کردن و برای ماها که مهمه که باش آشنایی پیدا کنیم، به خصوص که متاسفانه وطن فروشا زمزمه جنگ با ایران از هر طرف سر میدن، هر جایی هر اتفاقی میفته میخوان که ازش بهره برداری کنن و متاسفانه سرودهای ناساز میزنن. از دکتر قاسم نژاد دعوت کرد، خواهش کردیم که یه 10 دقیقه صحبت کنن. البته شرعی مقررات این اتاق داره که اگر که به اون سه تا نقطه که هستش بزنین بیشترش کامن سنس و اینکه احترام همدیگر رو نگه داریم و اجازه بدیم که در رابطه با موضوعی که مورد بحث هستش صحبت کنیم. بنابراین اگه دوستان دوست دارن که شرکت کنن میتونن دستشون رو بالا کنن و تشریف بیارن در بالا هم حرف بزنن. هر کسی 5 دقیقه وقت صحبت کردن داره. بعد از اینکه آقای دکتر حدود 10 دقیقه صحبت میکنن برای اینکه بحثو در این مورد که خیلی به نظر مهم میرسه، به خصوص با خبرهایی که اخیراً میبینیم که به اصطلاح دارن وکلای مختلف سعی میکنن که به اصطلاح طرح دعوا در دادگاه بین المللی علیه نتانیاهو و دیگر کسانی که در این فجایع اخیر به اصطلاح دست داشتن مطرح کنن، بهتره که ما با این حقوق بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر اگر که آماده هستین خواهش میکنم صحبت. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. این جنیوا کانونشنز یه مجموعه از پروتکل است. وقتی میگن کانونشن‌های ژنو یا کنوانسیون ژنو، ببینم فارسی شد دقیقاً، از ما ایراد فارسی نگیرن. بله، کنوانسیون مثل که ترجمه نشده به چیزی، همون کنوانسیون ژنو ترجمه شده. حالا برترتیب این کنوانسیون ژنو، وقتی میگن کنوانسیون ژنو منظور اون چهار در واقع چهار مورد هست که به تصویب 196 کشور رسیده و تقریبا بیشتر از کشورها قبولش کردن. بعد سه تا پروتکل بهش اضافه شده که اینو بعضی از کشورها قبول نکردن، از جمله ایران و اسرائیل و آمریکا هم این پروتکل یک رو قبول نکردن و در یکی از مشکلاتی که جهانیان باهاش مواجه هستن این هستش که حالا تکلیف دنیا با این کشورهایی که سه تا پروتکل رو قبول نکردن چی میشه. اون قسمت اصلیش رو اول بریم جلو که در واقع وقتی میگن ژنو کانونشن به طور عام منظور از این چهار مورد هست. اینا یه مجموعه از قوانین بشر دوستانه هستش که در واقع سعی کردن یه سری استانداردهای بین‌المللی برای اون چیزی که ما بهش میگیم رفتار بشر دوستانه تعریف بکنن. و خب وقتی که جنگی صورت میگیره، بالاخره کشتار صورت میگیره، زندان شدن نظامیان غیر نظامیان گرفتار میشن، این حرفا،
و خب قبل از این کنوانسیون های ژنو که برمیگرده به قرن 19 هم خیلی هاش، یعنی نیمه دوم قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم اینا دیگه دیولوب شده. تا قبل از اینها خب اون کسی که قدرت وارد جنگ شده باشه با اون طرف مقابل هر رفتار در وحشیانه ای رو در واقع بهش اجازه میداد، به خودش نه که بهش اجازه داده میشد که انجام بده. اینا در واقع اومدن کشورهای دنیا دور هم نشستن گفتن آقا ما دیگه اون وحشی های سابق نیستیم و بیاین از این بعد که با هم دیگه میجنگیم با یک اصولی مثلا حتی در شرایط جنگی هم به اینها پایبند باشیم. اینا هستش که در واقع به طور کلی حقوق زندانیان و یه حقوقی واسه شون قائل بشیم، هر بلایی رو هم نشته باشیم سر زندانیان نظامی بیاریم، سر غیر نظامیان خوب از خود خیشتنداری مثلا باید نشان بدیم و مجروحان مثلا تکلیفشون مشخص بشه و بیماران کسایی که در جنگ هستن ولی خب بیمار هستن اینا برای اون طرف مقابل خطری ندارن، ولی خب قبلا ظاهرا اینا ممکن بود طرف تصمیم بگیره بزنه این بیماران رو بکشه. بعد خود غیر نظامیان، یه ده غیر نظامیان هستن که توی اون خود منطقه جنگی هستن، یکی غیر نظامیان هستن که اطراف اون منطقه جنگی قرار دارن، اینا رو براشون اومدن یه سری در واقع محافظت هایی رو در نظر گرفت. بعد و یه سری دیگه کنوانسیون ژنو حقوق رو که در مورد غیر نظامی ها هست رو تقسیم کرده به افراد که در واقع جنگنده هستن یا جنگنده نیستن، در حال جنگ هستن یا اینکه در حال جنگ نبودن، این افرادی که مثلا به دام افتادن. و حالا اولین این قراردادها قراردادی است در مورد بهبود وضعیت مجروحان و بیماران در نیروهای مسلح در وسط میدان، یعنی condition of wounded and sick in armed forces in the field، که اینا از همینطور از 1860 و خورده اینا انواع مختلفش به تصویب بین کشورها سیرکولیت می شده تا اینکه سرانجام اون ورژن نهاییش در 1949 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم نهایی شد. دومین کنوانسیون برای بهبود وضع مجروحان در مورد اعضای بیمار و کسایی که در کشتی قرار دارن، کشتی که مثلا منفجر میشه در جنگ و در دریا به دام میفته چه رفتاری مثلا باهاش میشه کرد. و کنوانسیون سوم در رابطه با رفتار با اسیران جنگیه که ما این اسیران جنگی که شما میگیرین یه محدوده هایی رو برای رفتاراش تعریف کرده. کنوانسیون چهارم در ارتباط با رفتار افراد غیر نظامی هستش که برای اولین بار در 1949 مطرح شده و در واقع بر مبنای کنوانسیون های مختلفه که در لاهه ترتیب داده شده بوده اینا بنا شدن، که هر کدوم از اینا جزئیاتش رو قبلا توی یه سری پروتکل های کوچیکتری گفتگو شده بوده بعد اومدن اینجا گسترشش دادن. حالا به نظر من از همه مهمتر در مورد وضع همشون که مهمه، یعنی من و خیلی هم مفصل هر کدومش، برای اینکه مثلا وضعیت رفتار با غیر نظامیان و مجروحان اینا چی باید بشه، چه رفتارهایی باید بشه، به نظر من در واقع خیلی مهمه. در مورد این اتفاقاتی که در داخل غزه داره میفته یا در بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها داره اتفاق میفته، اگر بخوایم که اون وارد پروتکل یک بشیم که اونجا اصلا فاجعه است، یعنی فکر میکنم تمام اون چیزای پروتکل یک از طرف اسرائیل نقض شده
ولی خب اسرائیل جزء امضا کنندگان پروتکل یک نیست، ولی توی آرتیکل 3 در واقع یه سری شرایطی رو گفته شده در مورد جنگ های غیر بین المللی. یعنی الان فرض کن اگر بین ایران و ترکیه یه جنگ بشه میشه International Armed Conflict. بعد یه چیز خب بین دو نیشن وقتی International Armed Conflict باشه و یه Declaration of War صورت میگیره بین دو تا پارتی. ولی توی این چهار قسمت اصلی که در واقع اسرائیل هم جزء امضا کنندگانش هست، یه سری قوانین هنوز وجود داره در مورد نان اینترنشنال آرم کانفلیکت که من فکر میکنم که این به مسئله فلسطین مربوط میشه و در واقع اسرائیل، من فکر میکنم اینه که الان اسرائیل الان بردن به شکایت کردن به دادگاه لاهه اخیراً سه تا سازمان بین المللی. میگم هنوز من که مد نشده، نه که منتشر نشده، من فکر میکنم که باید بر اساس همین آرتیکل 3 ژنو باشه که در واقع چون این واقع اینترنشنال نیست و در واقع بین یک از نظر سازمان ملل بین اکیوپایر و اکیوپاید هست دیگه، حدس میزنم که اختلافات در واقع یا اگر جرمی بخواد بر علیه نتانیاهو فایل بشه بر اساس این آرتیکل 3 خواهد بود. حالا اهمیتش رو این چی هستش؟ بخاطر اینکه اگر که یعنی اهمیت این که ما این چیزا رو بدونیم چیه؟ اینه که اگر که کلن قوانین ژنو زیر پا گذاشته بشه یک اشکال عمومی داره که کلن در چارچوب جهانی اگر قراردادها و معاهدات بین المللی زیر پا گذاشته بشه و کشورها به خودشون اجازه بدن که بگن ما چون منافع ملیمون اقتضا میکنه هر کاری دلمون بخواد میکنیم، ما رو با جهان وحشی مواجه خواهد کرد که خب برای همه بده. این در چیز عمومی فرض کن حتی قرارداد پاریس هم اگه زیر پا گذاشته بشه که مربوط به انوایرمنت هست، اون وقتی که زیر پا گذاشته میشه یه اشکالی وجود داره که خب مثلا گلوبال وارمینگ به وجود میاد، یک این اثر بعدش اینه. یه اثر بدتری که داره این هستش که ارزش قراردادهای بین المللی وقتی از بین میره کل جهان در این مخاطره میفته که ما داریم برمیگردیم به قرن 12 و کشتارها و جنگهای 100 ساله و حساب کتاب دوران بربریت. یعنی من هر دفعه که میبینم یه کشوری قوانین بین‌المللی زیر پا میذاره، بیشتر از اینکه خود اون قانون چه به قول معروف immediate consequences، یعنی اون آثاری که بلافاصله از اون زیر پا گذاشتن به وجود میاد، یه چیزه، اثری که در انسانیت و در واقع عقب بردن جامعه انسانی به دوران وحشیگری داره، به نظر من از اونم بدتره. و حالا در این مورد خاص در غرب آسیا تو اون منطقه اگر که مد بشه که قوانین بین‌المللی مورد توجه قرار نگیره، البته ایرانیا مال اون منطقه هستن، در اون منطقه تعلقات خاطر دارن، خیلی رفت آمد میکنن و اینها، و برای ماها خوب نیست. و بعد آخرین مرحلهش همه اینا برای ما خوب نبوده، آخرین مرحلهش هم که آسخارون گفتن که خب اصلا خود ایران هم خیلی از قدیم مد بوده این رئیس جمهورهای آمریکا میگفتن همه چیز روی میز است و فلان اینا، و یک پای این کانفلیکت هم میتونه کشیده بشه به ایران. و خب یه وقتی یک کشوری با یک کشور دیگه وارد جنگ میشه که اون کشور پابند به یه اصولی هستش، این یه چیزه. اگر که پابند به اصول نباشن کشورهایی که وارد جنگ میشن، جنگ فاجعه باری پیش میاد. و به نظر میرسه که حالا که نه ایران و نه اسرائیل هیچ کدوم پروتکل یک رو امضا نکردن، همه اون کارهایی که اسرائیل به خودش اجازه داده که حالا من فکر نمیکنم الان پشت سر هم بریم به اون پروتکل یک،
همه کارهایی که اسرائیل طبق پروتکل یک الان داره زیر پا میذاره، خب ایران هم به خودش اجازه میده که مقابله به مصر بکنه و این وقت دیگه خیلی در جهان بدی قرار خواهیم گرفت. حالا من میخواستم این آرتیکل 3 رو صحبت کنم، ولی به نظرم پشت سر هم صحبت کردن کلا کار خود بودید. هرچند شما 10 دقیقه به من وقت دادید، الان چند دقیقه شد، ولی به نظر من حالا که یه ریویو کلی از ابعاد این 4 قرارداد اصلی کردیم، بررسی آرتیکل 3 این قرارداد اصلی و بعدا پروتکل 1 الحاقی رو یه 2 فاز بعدی من تقدیم بکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. در ادامه صحبت شما شاید یک چیز کوچولی من بگم که همونطور که گفتیم کنوانسیون های ژنو در واقع استاندارد عملکرد در نبرد رو میدن، 3 جور محدودیت قائل میشن. یکی محدودیت های میدان عملیات جنگی هستش، یعنی اینکه مثلا به میدان جنگی نمیتونه به مراکز پزشکی، محل زندگی غیر نظامیان و محلهایی که مثلا به سازمان ملل میره یا مدارس و اینا به عنوان میدان جنگی قرار بگیره. یکی محدودیت های سلاح‌های جنگی هستش، یعنی در کنوانسیون یک گفتیم 4 تاست که 1899 بوده، 1907 بوده، 1925 و 1949. و وقتی که میگه محدودیت سلاح‌ها، یعنی توی کنوانسیون‌های 1899 و 1907 سلاح‌های مجاز در که در جنگ مصر استفاده کرد یه مقدار تعیین کردن، 1925 ممنوعیت گذاشتن روی سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی. و محدودیت سوم محدودیت عملیات جنگی، یعنی در هنگام جنگ به اصطلاح اگر که کسی رو گرفتن، حق شکنجه دادن، گروگانگیری، و اگر که حالت به اصطلاح کسی رو گرفتن، اعدام بدون محاکمه، تمام اینها جزو ممنوعات های به اصطلاح کنوانسیون ژنو قرار میگیره. یک دیگه که نکته دیگه که اگه اشکال نداشته باشه میخواستم من توضیح بدم، ما میبینیم که در مورد اسرائیل کلمه هایی که به کار میبرن که در شعارها هستش، کلمه جنوساید به معنی قومکشی، کلمه وار کرایم به معنی جنایت جنگی، کلمه به اصطلاح کرایم اگینست هیومانیتی جنایت های علیه بشر و بشریت، و اتنیک کلینزینگ هستش. من فکر کردم که بهتره که این تعریف سازمان ملل متحد در مورد این 4 تا کلمه که عمر بارتو که خودش یکی از کسایی که اسرائیلی هم بوده و مدت ها سرباز بوده ولی بعدن این که معتقد تمام این چیزا داره صورت میگیره در جنگ غزه، این تعریف ها را که سازمان ملل متحد داده من اینا رو بیارم. جنوساید عبارت از قصد عمدی در نابود کردن کلی یا قسمتی از یک گروه به خاطر ملیت، نژاد، قومیت یا مذهب آنهاست. پس وقتی میگیم جنوساید، 2 تا چیز مهمه. یکی که اینتنت یعنی قصد و عمد وجود داشته باشه، و یکی هم اینکه گروه خاصی را باشن به خاطر یک گروه خاص یا نژادن یا مذهبن اینا بکشن، اینا جنوساید میگن. وار کرایم وقتی هستش که مثلا از بمب فسفوریک استفاده میکنن یا افراد غیر نظامی رو میکشن یا بیمارستان رو بمباران میکنن، اینا میگن وار کرایم. بعد کرایم اگینست هیومانیتی
باز همون کشدار میبینیم اینا اوورلپ دارن، یه کمی کشدار غیر نظامیان رو بهش میگن که crime against humanity، که ممکنه حتی زمان غیر جنگ هم صورت بگیره. خیلی ها معتقدن که اصلا این به اصطلاح مسئله غزه و اسرائیل جنگ نمیشه به حساب آورد، برای اینکه یک نیرو هستش که ارتش داره و به اصطلاح توپ و توپخانه و فلان، و یه نیرو هستش که هیچی نداره و فقط جون آدمیزاده که دارن فرار میکنن. بنابراین crime against humanity در زمان غیر جنگی هم محسوب میشه. و یکی هم اتنیک کلینزینگ یا پاکسازی قومیه که یک گروه از مردم رو مجبور کنن از سرزمین خودشون جابجا بشن، برای اینکه میخوان اون سرزمین رو اشغال کنن. و برای همینه که ما میگیم که و این چهار مورد همه در کنوانسیون های ژنو ممنوعه و میبینیم همش در مورد غزه داره اجرا میشه. راحل جان شما اگر که میخواین صحبت کنین، من میکروفون رو میذارم که به شما بدم. من اول سلام میکنم به همه عزیزان. مرسی آسوده جان، مرسی آقای دکتر قاسمی نژاد. راستش من اول یک سوال دارم و اون که از لحظه که وارد اتاق شدم داشتم تلاش میکردم ببینم که چرا نمیشه کسی رو پین کرد. من چون تلفنم رو عوض کردم نمیدونم که این مشکل فردی من هستش یا عزیزان دیگه هم این مشکل رو دارن، که الان دو تا آپشن فقط وجود داره برای من، یکی همین چت، یکی هم این علامت شیر کردن اتاق در به اصطلاح شبکه‌های دیگه مجازی هست. اون امکان پین کردن رو ندارم. آیا این مشکل فردی من هست یا مشکل یا راهل خانم؟ برای من، ما توی اندروید هستم، چت داره و شیر داره و یه علامت اینوایت فرندز و یه علامت دیگه بعدم میکروفون، یعنی پایین 5 تا آیکونه. شما 4 تا دارین؟ بله میگم، من چون تلفنمو تازه عوض کردم، شما مودریتور نیستین، بذارید شما رو مودریتور بگم. اصلا خانم میتونید مودریتورشو کنید یا من برم از روی کامپیوتر؟ ولی من قبلا وقتی مودریتور نبودم هم میتونستم، یعنی به نظر من حتی الان عزیزانی که تو اتاق هستن مودریتور شدین. ببینین اون پایین علاوه بر چت و شیر علامت این رفتی به مودریتور رابطه به مودریتور شدن من نداره، یعنی احتمال داره. آه. نمیدونم حالا به چه دلیلی، شاید دعوت نشدم، نمیدونم، فکر میکنم حتی اگه دعوت نشده بودم باید این اتفاق نمیافتاد. به هر حال از لحظه‌ای که وارد اتاق شدم، ببخشید که یه مقدار توجه هم به شما، شما آسوده خانم، خانم مونا برقی، مونا قاسمی، آقای راد، نه همه جزء برگزار کنندگان هستن، نه که در واقع اونرهای این اتاق هستن، حالا مودریتور باشن یا نباشن، شما جزء دعوت کنندگانین، هست هستین. خواهش میکنم، میگم یعنی مثلا من تصورم بر این بوده که حتی کسایی که اسپیکر نیستند و مثلا تو اتاق شرکت دارن هم ما معمولا ازشون درخواست میکنیم، میگیم لطفا دوستاتون رو پین کنید، لطفا اتاق رو به اشتراک بذارید. ولی میگم الان من واقعا خیلی برام عجیبه که چرا این برام وجود نداره دیگه. حالا باید اینو یکم بیشتر پیگیری بکنم. ببخشید که اگه هی مایکم میزدم، در واقع همون اول میخواستم اینو جویا بشم. راستش در من الان متوجه شدم که عنوانی که انتخاب شده، چون تو جلسه نبودم که بدونم این عنوان برای جلسه انتخاب شده. خب من واقعا صحبت بیشتری در رابطه با آشنایی با کنوانسیون ژنو ندارم، یه آگاهی کلی من در موردش دارم که فکر می‌کنم خب عزیزان دیگه هم از تو همون حد دارن. ولی این به هر حال این پایبند نبودن در واقع اسرائیل به این کنوانسیون و اینها و وضعیت که الان داریم، یک وجهی داره، یک به اصطلاح مسئله توش هستش که من فکر میکردم که اگه امشب فرصتی پیش بیاد من از اون وجه یه مقدار به مسئله بپردازم. حالا اگر فکر میکنم اگه میخواهید که فعلا روی همین بحث کنوانسیون ژنو بیشتر متمرکز بمونیم که
من واقعا دلم میخواد که نظر فریبا جان، فرح جان، الهام جان و عزیزان دیگر رو بشنوم، اگه بیان مثلا حالا یه کمی اینو به طور اخص صحبت بکنیم. بعد یه بچه دیگه هستش که من فکر میکنم مهمه بهش توجه بشه، بعد اگر فرصت بشه من به اون خواهم پرداخت. بفرمایید صحبت کنید، چون فکر میکنم اگر که متنوع تر باشه جالب تره تا اینکه خشک فقط در مورد قوانینش صحبت کنیم. باشه، پس حداقل سعی میکنم یه جوری ربطش بدم دیگه. به هر حال این کنوانسیون که کنوانسیون ژنو به خاطر در نظر گرفتن به هر حال حقوق انسانی بوده دیگه، یعنی برای اینکه توی شرایط به اصطلاح جنگ هم حتی در حد ممکن اون حقوق انسانی در نظر گرفته بشه. ولی چه جوری شده که الان پیش چشم تمام دنیا دارن اینجوری تمام حقوق انسانی رو زیر پا میذارن، بمباران میکنن این بیمارستان، این وضعیت که پیش اومده بالاخره باید یه توجیهی داشته باشن برای دنیا. و به نظر من روی اینکه این چجوری این توجیه بشه سالهای سال که داره تلاش میشه. من چون یه عینک ارشد روانشناسی روی چشمم هستش، خب سالهاست که به این توجه میکنم که ببینید اینا یک ذهنیتی رو در بین مردم و حتی در بین روشنفکرها ایجاد کردن که حالا به هر شکلی که ما بخوایم حسابش رو بکنیم، حالا با به قول معروف با هوک و کروک، این کشورهای مثلا غربی به هر حال به یه وضعیتی رسیدن که خب نمیدونم حالا یه مقدارش به رنسانس برمیگرده، یه مقدارش به این برمیگرده که شاید شرایط اقتصادی بهتری رو به هر حال الان دارن و هر چی. این آدمایی شدن که به هر حال توی جوامع دموکراتیکی دارن زندگی میکنن اینا، و در این حال چون میخوان از خودشون هم یه چهره به هر حال خیلی دموکراتیک و مردم دوست نشون بدن، به دنیا هم میگن که ما به هر حال تو کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم. خیلی هم دلمون میسوزه برای مردمی که توی خاورمیانه اسیر دست این نیروهایی شدن که به هر حال یک سری ایدئولوژی‌های قرون وسطایی برشون حاکمه و با این ایدئولوژی عقب افتاده، عقب مانده و فلان و اینها دوچار یک همچین وضعیتی هستن. اونجا مثلا چه میدونم زنان از حقوقشون برخوردار نیستند و روابط دموکراتیک وجود نداره و هی هم روز به روز اینها دارن بیشتر و بیشتر فاندامنتالیست و بنیادگرا و افراطی میشن و ما برای نجات دادن مردمی که از دست این نیروهای خیلی ارتجاعی عقب مانده فلان در عذاب هستن باید یه کاری بکنیم دیگه. بعد مثلا نگاه کنید ببینید مثلا نمیدونم اینا چه میدونم مثلا این به هر حال تو این زمین ها اینقدر عقب افتاده هستن و فلان اینا. ببینید یک جور ما یک تغییری رو سالهای سال داریم میبینیم که از یک انسان مثلا خاورمیانه ای آدم عقب مانده خیلی خشن ارائه دادن. مثلا کما اینکه توی فیلم ها رو که نگاه میکنید، مثلا اگر مثلا چه میدونم 30-40 سال پیش فیلم ها رو نگاه میکردید توش یه چهره آدمایی که بس نقش منفی رو ایجاد میکردن شاید بیشترشون سیاه‌پوست و اینا بودن، ولی الان توی فیلم ها خیلی توجه میکنن که حتما اگه یه چهره، یعنی الان که الان مدت هاست که ما میبینیم که مثلا اون چیز که ایجاد مثلا فیلم که درست میکنن مثلا یعنی واقعا یک تلاش چیزی میشه که حتما چهره منفی یه چهره خاورمیانه باشه. برای مثال مثلا اون فیلمی که ساخته شد که در مورد یک الجزایری بود، در که یه فیلم واقعی که البته گفت مثلا میدیدید اصل داستان رو میخوندید، یک فرد الجزایری مثلا به یک فردی که دچار یک جور مثلا ناتوانی جسمی هستش و اینا چجوری کمک میکنه. من دارم فکر میکنم اسم اون فیلم چی بود، الان یه لحظه از ذهنم رفت. اون فیلمی که فیلم خیلی قوی هم بود، اسکار هم برنده شد و اینا. شما فکر کنید تو این فیلم به هر حال فیلم خیلی میگم قوی که به ایران هم تو ایران هم مثلا دوبله شده و فلان اینا، این فیلمو که نگاه میکنید اصلا داستانی که نگاه میکنید اون شخصیتی که خیلی چهره قوی انسانی داره توی دنیای واقعی این آدم یک فرد الجزایری هستش، ولی وقتی که اومدن از این فیلم درست کرده مثلا هالیوود
نمیخواد نشون بده که یه آدمی از الجزایر میتونه انقدر انسان والایی باشه و اومورده مثلا یه چهره سیاپوست رو مثلا اونجا گذاشته. بعد میدونید و ما فیلم‌های بسیار زیاد دیگه ای که مثلا حالا من الان اسمشون یادم نمیاد ولی با فیلم‌های زیادی رو ما دیدیم که میان سعی میکنن از مردم خاورمیانه یه چهره خیلی خشن و خیلی چیز بسازن و میگم این اسلاموفوبیا رو در واقع به یه شکلی هی رواج بدن، حالا به شکلهای متفاوتی. یعنی میخوان بگن که به هر حال ما احساس مسئولیت میکنیم که در مقابل مثلا نیروهای عقب مانده و ارتجاعی بالاخره توی ذهن مردم این ایجاد کردن که ما باید یک کمکی بکنیم و الان هم میگن خب قبول دارید که حماس که نیروی مثلا مرتجع فلان اینجوری اونجوریه. خب این حماس رفته توی غزه قایم شده و خب مثلا ما دیگه چاره‌ای نداریم که اگه نمیخوایم حماس تا نیویورک بیاد مجبور هستیم که بالاخره یه عکس العملی نشون بدیم دیگه، بریم مثلا اگه چیز نکنیم چه کار باید بکنیم، اگه حمله نکنیم باید چه کار بکنیم. نمیدونم شما مناظره این پیرز مورگان رو با بسیم یوسف دیدید یا نه؟ مثلا اونجا این پیرز مورگان هی از بسیم یوسف میپرسه که خب اصلا من قبول دارم که کارایی که اسرائیل میکنه بعد فلان اینه، ولی خب اگه این کارو نکنه چه راه حل دیگه، چه جوری حماس رو نابود کنه؟ میدونی یعنی در واقع تو ذهن همه این ایجاد کردن که خود اسرائیل هم مثلا شاید دوست نداشته باشه این کارو بکنه ولی راه دیگه ای نداره برای مقابله با این ایدئولوژی های عقب مانده و فلان اینا. میدونید این تصور ایجاد کردن و به نظر من یه چیزی که بهشون کمک میکنه همین ایجاد همین توهمه، این توهم که مشکل مردم خاورمیانه یه مشکل به اصطلاح یک ایدئولوژی عقب مانده است. و من میگم که اگه ما این مسئله نگاه بکنیم، تمام به اصطلاح اگه تمام اسناد علمی رو ما بیاریم بذاریم مطالعه بکنیم، یک سند علمی نشون نمیده که مثلا چه میدونم اسلام خیلی بدوی تر از مثلا دین یهودیته. هیچ ما یک سند علمی پیدا نمیکنیم که نشون بده که مشکل اساسی اونجا مثلا ایدئولوژی اون مردم هستش، چون میگم مرد هر ایدئولوژی میتونه هر خانش‌های متفاوتی داشته باشه. یعنی این وضعیت که ما تو خاورمیانه داریم به خاطر ایدئولوژی نیست ولی اینا سعی کردن این رو به یه شکلی به ایدئولوژی مربوط چیز کنن. یک خشونتی تو خاورمیانه 100% وجود داره، ما منکر این نمیتونیم بشیم، ولی این خشونت ولی این به قول معروف افرادگرایی و این حتی بنیادگرایی چه جوری ایجاد شده، به نظر من اینو میشه واقعا باز دوباره علمی بررسی کرد و توی بررسی علمیش کاملا میشه اینو توضیح داد. ببینید وقتی که شما بخواد این خاورمیانه رو هی میرید غارت میکنید منابعش رو و هی مردم رو توی وضعیتی قرار میدید که تو حالت سوروایول قرار میگیرن، یعنی در واقع امنیتشون همیشه در خطر هسته. شما هی میایین، ما از لحظه که نسل من یادش میاد همیشه توی چه میدونم از لبنان دود برمیخواسته و همیشه نمیدونم هی میشنویم توی صبرا و شتیلا نمیدونم حالا اینجوری بمب چی قتل عام شده، هم مدام مدام سوریه عراق افغانستان هی نمیدونم فقط این تو 2003 چه میدونم نزدیک 500,000 بچه و کودک اینجوری بیگناه کشته شدن و هی ما اینا رو شاهد هستیم. خب اینا یک پیامدهایی داره، پیامدهاش این میشه که مردمی که تو منطقه زندگی میکنن به طور اتوماتیک مغزشون بیشتر از فایت اور فلایت استفاده میکنه و وقتی آدم ها تو فایت اور فلایت باشن براشون اصلی ترین مسئله حیات و امنیتشون هستش. الان به خاطر اینکه اگر مثلا به فرض من خودم شخصا اعتقاد دارم که رژیمی که تو ایران حاکمه خیلی رژیم ارتجاعیه، ولی چرا مردم توی ایران واقعا یه قیامی علیه این رژیم نمی‌کنن؟ اینا تا یه حدی زیادی با اینکه این همه هم حالا داره تبلیغات میشه، همه هم بعدش میاد از حاکمیت، ولی ته ته دلشون میدونن که این حاکمیت هرچی که هست چارچوب این کشور رو نگه داشته، اصلا چیز ندارن که مثلا به فرض یه نیروی دیگه بتونه این کارو بکنه. امنیت حتی برای ایرانی هم که انقدر روزانه شستشوی مغزی میشن باز مسئله خیلی مهمیه، توی کشورهای دیگه که از اونم بیشتر. و طبیعیه که در واقع میخوام بگم که این توضیح رو که به دنیا اینا میدن که ما به خاطر اینکه اونجا بنیادگرایی هست باید باهاش مقابله بکنیم، به نظر من اگه بهش خوب علمی نگاه بشه باید توضیح بدن که ما خودمون این بنیادگرایی رو ایجاد کردیم
و حالا این بنیادگرایی در واقع بهانه‌ای شده برای ما، برای اینکه بیشتر اونا رو غارت بکنیم. و به نظر من میگم اگه تحلیل علمی بخواد صورت بگیره، میشه اینو در واقع اینجوری توضیح داد که این افرادگرایی و بنیادگرایی و اینکه حالا میگم این پیرز مورگان مثلا صحبت میکنه میگه که خب اینا برای مقابله با حماس مجبور هستن به غزه حمله بکنن و حماس یه نیروی ارتجایی هست. حالا بجز این که حالا حماس چی هست اصلا، ما حالا میگیم به هر حال حماس قبول کنیم که یه نیروی خیلی مترقی نیست، ولی خب اینا باید به نظر من نگاه بکنن ببینن که آیا واقعا این مشکل به هر حال این که چجور شده. خب مردم فلسطین این نیرو رو به عنوان حالا مثلا چیز خودشون، نماینده خودشون پذیرفتن. چه چیزایی باعث میشه که توی خاورمیانه به هر حال رژیم های حتی مثلا به فرض ارتجاعی و اینا هم بمونن تو قدرت؟ تا یه حد زیادی هم برای اینکه شما اینقدر این تروما توی مردم خاورمیانه ایجاد کردید که طبیعیه که ما افرادگرایی و بنیادگرایی رو توی اینجاها بیشتر ببینیم. و اگه به این از اون زاویه نپردازیم و فکر کنیم بپذیریم از اینا که فقط مشکل ایدئولوژیه، خب میگم دیگه طبیعتاً تا یه حدی میشه حالا بهشون حق داد که اگه واقعاً اونجوری بود که خب دیگه مثلا مجبور هستن با این یه چیزی که داره میتونه مثلا دنیا رو تحت تاثیر قرار بده و اینا مبارزه بکنن، در صورتی که واقعاً میگم اگه علمی بررسی بشه در واقع اینا خودشون یک مشکل ایجاد کردن و بدون اینکه به این بپردازن و در واقع سعی میکنن این موضوع رو کاملا ازش بگذرن. و خیلی مهم هستش که نیروهای دیگه‌ای که به هر حال مستقل هستن به این بپردازن، به اینکه افرادگرایی بنیادگرایی چجوری توی منطقه افزایش پیدا کرده و چه کسانی اینو در واقع بهش بیشتر دامن زدن، این شرایط رو ایجاد کردن. و الانم با این روش هایی که اینا به کار میبرن، آیا مثلا میشه واقعا بنیادگرایی افرادگرایی رو مثلا از چیز کرد؟ در واقع به نظر من هر چقدر اینا این روش های غیر انسانیشون رو بیشتر ادامه میدن و تشدید میکنن، در واقع اینا در واقع دارن همون بنیادگرایی و افرادگرایی رو که دارن ظاهرا علیهش میجنگن در واقع بیشتر اونجا تقویت میکنن. باید به این مسئله توجه بشه. ببخشید خیلی طولانی صحبت کردم، من میبندم الان. اگر مرسی راحله جان، خیلی ممنون از صحبتهایی که کردین. بله این مسئله که شما فرمودین، دوستان هر کدوم که مطلبی رو میخوان بگم من دعوت فرستادم، میتونن تشریف بیارن بالا، اگر دستشون هم بیارن بالا باز دوباره دعوت میفرستم براشون. ولی الان چون ما فقط 3 نفر هستیم، من دیگه زمانو به اون شکل نگه نمیدارم تا اینکه دوستان اگر که صحبت دیگه ای دارن بتونن بیان بالا و صحبت کنن. این مسئله که شما فرمودین جزء خیلی تحت این عنوان قرار اومده که با اینکه کنوانسیون های ژنو به طور کلی به اصطلاح وقتی که ازشون تخطی بشه مجازات خود کنوانسیون مجازاتی رو تعیین نمیکنه، ولی چون با قوانین بین المللی مطابقت دارن، ارگان های حقوقی بین المللی هستن که میتونن اگه این کنوانسیون زیر پا گذاشته بشه به اصطلاح مجازات بکنن. اما از شروع کنوانسیون های ژنو تا حالا مثل که 24 مورد اونجا مطرح شده، متاسفانه دیده شده که خیلی بیاس بوده و میبینیم که در رابطه با کشورهای جنوبی گلوبال ساوت به اصطلاح که وقتی میگن، وقتی که تخطی میشه مجازات هست، ولی در رابطه با کشورهای سفید پو هستن فقط ما اسلابودون ملوسویچ رو دیدیم که به اصطلاح حکمی صادر شد و به اصطلاح به محاکمه رسید، و 1935 هم که حتی فاشیست های ایتالیا اومدن بمباران شیمیایی کردن اتیوپی را، میبینیم که تحت تحریم قرار نگرفتن.
و این امیدواریم که با چند قطبی شدن جهان و موازنه قدرت در دنیا گلوبال کشورهای جنوبی هم جهان جنوب هم بتونن از به اصطلاح عدالت بیشتری برخوردار بشن. ولی الان تا سه تا سازمان هستن که شکایت کردن، طرح دعوا کردن در رابطه با نتانیاهو و دیگه کسانی که در این نسل کشی ها به اصطلاح دخالت داشتن. یکی این سه تا گروه، یکی گروه الحق، یکی المیزانه و یکی هم مرکز فلسطینی حقوق بشر هستند که عملیات دولت اسرائیل علیه فلسطینی ها را برابر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دونستن و طرح او کردن. و اخیرا هم ژیل دوور با 300 که این خودش حقوقدان مشهور فرانسویه، با 300 حقوقدان دیگر اینا دارن طرح دعوا در ICC International Criminal Court میکنن علیه اسرائیل و زیر پا گذاشتن قوانین ژنو، که امیدواریم که به یه جایی برسه. فریبا جون شما اگه میخواین بفرمایید. فریبا خانم شما صحبت میخواییم بکنین؟ بله بله، ببخشید. البته صحبت زیادی ندارم. سلام عرض میکنم. من استفاده میبردم، صحبت رو گوش میدادم، ولی یه موردی رو بگم در رابطه با صحبت های راحله جان و بعد خود شما هم الان اشاره کردید. من چند سال پیش کتابی خوندم، Racial Contract، یکی از اون کتاب های خیلی مهمیه که واقعا من پیشنهاد میکنم اگر کسی نخونده حتما بخونه، Racial Contract by Charles Mills، که اساس فلسفه، چون ببینید تمام سیستم های اقتصادی، سیستم های فکری، سیاسی، اجتماعی، همه اینها برمیگرده ریشه هاش به تفکر فلسفی. و اگر رو تفکر فلسفی غرب نگاه کنید، از زمان همون ارسطو تا میاد حالا مثلا کانت که بحث ریزنینگ رو مطرح میکنه، بحث این که ما اصلا چطور میدونیم که میدونیم، یا ارسطو میاد بحث عدالت رو مطرح میکنه، اینا از نظر من فکر میکنم ما تو فارسی میگیم معرفتی، اپیستمولوژی، اینا اصلا از اساس پایه بحثاشون مشکل داشته. یعنی همونا ارسطو که داره راجع به عدالت صحبت میکنه تو جامعه، در این حال سیاپوستان و زنان و حیوانات رو تولز ها، ابزار زنده معرفی میکنه. کانت همون موقعی که داره میاد راجب ریزنینگ صحبت میکنه که ما چطور بفهمیم که استدلالمون درسته و چطور استدلال خودمونو زیر سوال قرار بدیم، همون موقع انسانها رو بر اساس رنگ پوستشون طبقه بندی میکنه و هوش بهشون یه درصد هوشی میده. سفید پوستا 100%، بعد زرد پوستان، بعد سرخ پوستان، بعد سیاه پوستان. بنابراین وقتی فلسفه غرب اینه، از دلش هم سیستم‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در میاد. تمام چیز، من این کتاب رو خیلی وقت چند سال پیش خونده بودم، ولی واقعا تو این اتفاقات اخیر خیلی برام اون بحثا دوباره زنده شد. یعنی اینکه یه همچین جنسایدی داره انجام میشه، سازمان ملل تقاضای سیزفایر میکنه و بعد آلمان، انگلیس، آمریکا رأی منفی میده. یعنی کمی اگر بهش فکر کنیم، و فرانسه اگه اشتباه نکنم. به قول همین چارلز میز توی کتابش میگه When white men talk about justice
They mean just us. و واقعیتش هم همینه. وقتی هم به جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول نگاه میکنیم، ایمیل. این جنگ ها بوده در طی سالها، اینا همیشه مثلا فرانسه و انگلیس جنگ های خودشون رو همیشه بردن توی کشورهای آفریقایی، یعنی جنگ های نیابتی بوده تو خودشون. جنگ اول و دوم جنگ هایی بوده که تو خود اروپا صورت گرفته، یعنی تو خود اروپا حالا یه وایت سوپریمیسی میاد میگه با وایت تر از شماهاییم، ما نژاد برتر از شماهاییم. این مشکلیه که به هر حال میگم از توی ریشه در سیستم فکری و فلسفی داره، ولی در این حال دانشگاه ها و تئوری های ریشل تئوریز، فمینیست تئوریز به این مسائل واقفن و دارن روش کار میکنن. و من حقیقتا امیدوارم این مسائلی که الان پیش اومده باعث بشه نوعی در واقع غرب، دنیای غرب بتونه خودش رو ببینه. اون چی میگن؟ what do we call blind spot، اون نقطه کور فرهنگ خودش رو امیدوارم بتونه ببینه، چون از بیرون دیدنش راحته. وقتی آدم توش نمیده، چنانچه ما خودمونم تو فرهنگ خودمونم قطعا نقاط کوری داریم که نمیتونیم تشخیص بدیم. این رو من فقط خواستم بگم. یه مورد دیگه هم حالا شاید بحث رو در جای دیگه مطرح کنم، به ذهنم میاد، نگرانی هامو فلان اینجا تموم میکنم، صحبت دوستان رو بشنویم. خیلی ممنون آقای دکتر. میخواین شما دوباره صحبت کنین تا اگر دوستان عزیز هر کدوم که میل دارن تشریف بیارن و عقیدهشون رو بگن میتونن دستشون بالا کنن، من دعوت میفرستم. آقای دکتر بفرمایید. دکتر قاسم، من میخواستم که در واقع این آرتیکل 2 و 3 رو توی قسمت عمومی، یعنی اون 4 قسمت اصلی پروتکل، اصلی کانونشن قبل از رسیدن به پروتکل‌ها توضیح بدم، ولی حالا که دوستان راجع به بک‌گراند ماجرا و این فرهنگی که درش این قراردادها به وجود اومده مطرح شد، میخوام به یک داستان جانبی راجع به وجود اومدن همین آرتیکل 3 که میخوام توضیح بدم اول توضیح بدم بعد خود آرتیکل 3 رو بگم. آرتیکل 3 راجب در واقع جنگ هایی است که بین کشورها نیست، در داخل یک کشوره و توش توضیح میده که یه مقاله هست، این 2018 منتشر شده توسط کمبریج یونیورسیتی پرس، اسمش هست فورم آیسولیشن و اوریجینز آف دی اینترنشنال لا آف اینترنال کانفلیکت، یعنی اون ریشه های قانون بین المللی در مورد اینترنال کانفلیکت که همین آرتیکل 3 ژنوا کانونشن است. بعد توی این در واقع متن نوشته آقای جیوانی مانتیلا توضیح میده که وقتی که این پروتکل های آرتیکل 3 میخواسته نوشته بشه، فرانسه و انگلستان، دقت کنید که این برمیگرده به بس اواسط قرن 20 و تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم، میگه که فرانس اند بریتن ور اینیشیالی استانچلی اپوزد تو ا کامن آرتیکل 3، میگه این فرانسه و بریتانیا کلا اصلا به طور جدی مخالف این آرتیکل 3 که در ارتباط با نان اینترنشنال کانفلیکت هست، یعنی کانفلیکتی که مربوط بین دو کشور نیست، اصلا به وجود بیاد مخالف بودن. بعد برای اینکه در واقع فیس سیوینگ میشه، چی میگن، برای اینکه حفظ آبرو بشه، اینا قبول کردن که یه سری چیزا رو بپذیرن و در واقع این آرتیکل 3 به وجود اومد. ولی عمدن در این متن آرتیکل 3 انقدر این جملات به صورت مبهم نوشته شده که جا برای زیر پا گذاشته شدن تعهدات کشورها نسبت به، دقت کنید که آرتیکل 3 راجع به اتفاقاتی است که در کشورها، نه در ارتباط با کشور دیگه بلکه در داخل خودشون اتفاقی، بهشون اجازه زیر پا گذاشته شدن رو بده، طوری این مطلب مبهم نوشته بشه
که این در واقع اون رولر، کسی که قدرت رو اونجا به دست داره، زیاد مسئولیتی به دوشش نیومده. در نتیجه در واقع این آرتیکل 3 که تازه فقط مربوط به در واقع رفتار انسانیه و با در واقع چیزای متدای جنگی که میتونن به کار ببرن زیاد مفصل نیست، ولی همین هم یه کاری کرده که مثلا اگر که یک گروه مسلحانه رو اون یک کشوری برداره بمباران بکنه، این زیاد تکلیفش تو این آرتیکل 3 مشخص نیست. و مثلا این طوری نوشته شده که برای فرانسه توی جنگ های الجزایر که اونجا میزده و میکشته واسهش مشکل پیش نیاد، چون موقع الجزایر رو اینا حاکم فرانسوی بر الجزایر حکومت میکرده، الجزایر به عنوان کشور مستقل حساب نمیکرده، خلاصه از این حرفا. و بعد حتی در سال 2002 هم وقتی که در واقع آقای بوش میره و اون ماجراهای قانونی برای شکنجه و اینا یه تیم درست میکنن و اینها به نام وار آف ترور، خب این جنگ وار آف ترور جنگ بین دو کشور نیست که، چون کشور دومی وجود نداره، دوباره میفته تو این آرتیکل 3. ولی اینا رفتن و در واقع با یه تکنیکایی سعی کردن که مثلا بگن آقا القاعده اعضایش که دستگیر میشن توسط این آرتیکل 3 حمایت نمیشن و وضعش مبهمه. خب از اولم 60 سال پیش هم این مبهم نوشته شده بوده عمدن، و یا مثلا اینا رو برشان بردن توی گوانتانامو بی این سال بدون اینکه چارجشون کنن، ازشون نگهداری کردن، اینا همه رفت داره به این لحن آرتیکل 3. توجه کنید که دولت آمریکا این آرتیکل 3 رو چون امضا کننده اصل کنوانسیون ژنو است، ولی پروتکل 1 رو امضا نکرده، اسرائیل هم امضا نکرده، ایران هم امضا نکرده، و 7 8 تا در 20 کشور هستن که امضا نکردن. اینا توی اون آرتیکل، توی پروتکل 1 که بعدم توضیح میدیم، این مشکلات آرتیکل 3 حل شده، ولی اینایی که امضا نکردن و فقط همین اصل قرارداد ژنو رو امضا کردن، در واقع این آرتیکل مربوط به اینترنال آن کانفلیکتی که بین دو تا کشور نیست، جنگ مسلحانه که بین دو کشور نیست، اینقدر این شلوول و اینا نوشته شده که به اینا مثلا خلاصه کسی نتونسته تا حالا به آمریکا سر گوانتانامو بی که با پریزونا با اون زندانیا چه رفتاری توش داره میشه، یا کشتن افراد القاعده بدون محاکمه و افرا بر اساس همین قراردادی هم که امضا شده گیری بهشون داده نمیشه. نه راهل خانوم و دوستان که این صحبت رو میکردن که توجه کنیم که اینا تو چه فرهنگی نوشته شده، به عرب فرهنگ باید به تاریخش هم توجه کنیم که اصلا خیلی از اینا عمدن به طور ambiguous، به طور مبهم نوشته شده که دست کشورها رو باز میذاره. حالا برگردیم به خود این آرتیکل 2. آرتیکل 1 همین introduction یا بعضی، آرتیکل 2 راجع به جنگ بین دو کشوره، آرتیکل 3 راجع به جنگی است که بین دو تا کشور نیست، نان اینترنشنال آن کانفلیکت. هم عمدن اینجوری نوشتن، چون مثلا بنویسن جنگ با قیام مسلحانه، خب این یه حالتشه، جنگ با شورش یه جورشه، اسمش گذاشتن جنگی که بین دو تا کشور نیست. و این میاد حداقل قوانین خاص جنگ در مورد درگیری های مسلحانه رو توضیح میده. باز دوباره جنگی که بین دو تا کشور نیست، ممکنه جنگ بین مثلا پلیس یک کشور و مردم اون کشور باشه. خب اون چیزایی که مربوط به پلیس باشه دوباره میفته توی یک سری کنوانسیون های دیگه. این در واقع قرارداد ژنو اینو وارد میشه، کنوانسیون ژنو، که اگر یه جایی است که درگیری مسلحانه طوری است که توسط پلیس اون کشور نمیتونسته کنترل بشه، معیار گذاشتن که کجا این وارد بشه. دو تا معیار، یکی این که درگیری های مسلحانه باید غیر بین المللی، باید اشکال خشونتش طوری باشه که دولت نمیتونه با نیروهای پلیس اون وضعیت رو مهار کنه. در اون صورت هستش که این آرتیکل 3 وارد میشه. مگر اگه مثلا پلیس داره رفتار انجام میده، خب محدودیت های رفتار پلیس با مردم کشور یه بحث دیگه است. و
دیگه اینکه اگر که گروه های غیر دولتی باشن باید در سطح مشخصی از سازماندهی داشته باشند. یعنی فرض کن که یه سازمان آرم گروهی وجود داشته باشه که با دولت یک کشور در حال جنگ، در این صورت این آرتیکل 3 کنوانسیون ژنو اصلی که در واقع همون سال 96 کشوری هستش که همه امضا کردن، این وارد میشه. حالا در اگر این دو شرط انجام بشه، بعد دیگه اون سایر کنوانسیون ها وارد در واقع اعمال نمیتونه بشه و این چیز آرتیکل 3 اعمال میشه، به خاطر اینکه دولت ها دوست نداشتن که این آرتیکل 3 بیاد و دستشون رو سر جایی که پلیسشون مثلا بخواد کاری بکنه رو بگیره. حالا توش مفادی که وجود داره این هستش که با افرادی که در خصومت ها شرکت فعال ندارن با اینها چه باید کرد؟ اعضای نیروهای مسلحی که سلاحهای خود رو زمین گذاشتن، یعنی طرف عضو نیروهای مسلح بوده در داخل اون کشور و سلاحش رو زمین گذاشته، فردی که زخمیه، بیماره، بازداشت شده یا به هر علت دیگه در معرض جنگ قرار گرفته، اینا رو میگه که باید باهاشون، باید در واقع این آرتیکل 3 اینو میگه، این افراد رو باید باهاشون به صورت انسانی و بدون تمایز منفی رفتار بشه. یعنی نژادشون، رنگشون، مذهبشون، ایمان، جنسیت، نحوه تولد، میزان ثروت یا هر معیار دیگه‌ای نباید تعیین کننده رفتار اون دولت با اون، در واقع طرف مقابلش هم دولت نیست دیگه طبیعتا، وقتی ما داریم راجع به آرتیکل 3 صحبت میکنیم با اون مردم سابجکت تو پاور، یه دولتیه با طرف مقابلش که دولت نیست. اینو خیلی کلی نوشتن و به همین خاطر من فکر میکنم که این آرتیکل 3 به شرایط اکیوپیشن هم اعمال میشه دیگه، چون در شرایط اکیوپیشن اون طرف مقابل، دولت مقابل ترقی نمیشه دیگه. حالا مواردش هم اینا هستش، یکی اینکه خشونت علیه زندگی و شخص، زندگی شخصی طرف، مثلا قتل، کشتن افراد بدون دلیل نظامی، مسله کردن، رفتار ظالمانه، شکنجه این افرادی که تحت تسلط هستن ممنوع، گروگانگیری ممنوع، توهین به حیثیت، رفتار تحقیرآمیز ممنوع، صدور حکم و اجرای حکم بدون دادگاه ممنوع و باید اگر کسی رو میخوام بکشن مثلا یه دادگاهی حداقل برگزار بشه این حرفا، و مجروحان و بیماران رو کشتن ممنوع. حالا من الان اینو گفتم مجروحان بیماران کشتن ممنوع، این به این سادگی هم نیست، یعنی تا نریم توی پروتکل 1 این مثلا نوشته در مورد این نوشته مجروحان و بیماران باید جمع‌آوری و مراقبت شوند، این آرتیکل 3 یکمی درش، خب این مجروحان و بیماران رو خب باید نگهداری شوند، حالا اومدیم و اصلا ما نذاشتیم طرف، انقدر طرف مجروح شده یه چیز دیگه هم میزنیم میکشیمش خلاص دیگه، مجروح بیماری نمیمونه که بخوایم اینا رو توی اون در واقع پروتکل 1 که بعدن همین آمریکا و اینا امضا نکردن، اون تو دیگه دقیق مشخص میشه که آقا شما چه رفتاری رو اگه بکنین قانونی و چه رفتاری بکنین غیر قانونی و این حرفا. ولی همین میخوان الان تو این آرتیکل 3 بالاخره خیلی چیزا، یعنی مثلا بد رفتاری، تحقیر، اینا خیلی کلیه دیگه، یعنی خیلی از نظامیانی که دچار آرمد کانفلیکت هستن با سابجکتاشون، یعنی همین نیروهای در واقع مقاومت یا جنگنده در داخل کشورها، خب توهین هم گفته مثلا این کار بدیه، خب این کمی چیز میشه. اومدن یه سری چیزها رو کلاسیفای کردن به نام Grave Breaches of Article 3، یعنی این از نقضهای فاحش آرتیکل 3 که اونا رو اومدن در واقع گفتن که اینا دیگه اگه اتفاق بیفته خیلی بده و اینا رو مثلا به طور جداگانه ای
به نام گریو بریچز مورد توجه قرار دادن. اون موارد فاحش نقض آرتیکل 3 رو بذارین بعد از اینکه به صحبت دیگران یه مقدار گوش دادیم نظراتشون راجع به همین حداقل یه فیدبکی به ما بدن یا شما صحبتی بکنیم بعد من دوباره، چون یه متن حقوقی رو همطور پشت سر هم خوندن مثل کلاس درس میشه خوب نیست. بعدش من راجع به موارد فاحش آرتیکل 3 و بعدم اون اصل ماجرا که پروتکل 1 هست که خیلی هم امضاش نکردن رو صحبت میکنیم. خیلی ممنون. بازم از دوستان تقاضا میکنم اگه که صحبتی دارن تشریف بیارم بالا. من سعی کردم برای تمه بفرستم دعوتنامه، اگه نفرستادم برای کسی میتونه دستشون رو بلند کنن میفرستم بالا. یکی از موارد دیگه که من فکر کردم یادآوریش، باز در رابطه با همون حرفی که بحثی که شده بود که چرا برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه هستش در مورد به اصطلاح مواردی که ضد قوانین کنوانسیون ژنو، و میبینیم که در رابطه با کشورهای گلوبال ساوت یا جهان سوم یا هر کدوم این موارد اجرا نمیشه. راجی سونی دادستان حقوق بشر هم این انتقاد از کریم خان که در واقع پروسیکوتور اصلی دادگاه بین المللی ICC هستش کرده، برای اینکه وقتی جنگ بین روسیه و اوکراین پیش اومد بلافاصله اون رفت و این پرونده رو اینا با به اصطلاح به اجرا گذاشتن و حکم دستگیری پوتین رو کردن و ما میبینیم که مثلا در G7 و این حرفا اصلا پوتین یا حتی برای بریک این حکمی که اینترنشنال کریمینال کورت براش چیز کرده بود. ولی در رابطه با جنایت اخیری که در غزه صورت گرفته 3 هفته طول کشید که به رفا بره، به اصطلاح مرز همون مصر و غزه بره و هنوزم هیچ به اصطلاح اقدامی صورت نگرفته، به خصوص که در رابطه با عملیات غیرقانونی که اسرائیل در نوار غربی کرده بود در سال 2021 یه طرح دعوایی بازم در رابطه با اینکه کرایم اگینست هیومانیتی شده، برای اینکه ستلرها میان کلن خونه فلسطینی ها را غصب میکنن و بیرونشون میکنن و بعد بولدوزر میذارن روش رد میکنن و به اصطلاح اون زمین ها رو مال خودشون میکنن. یه طرح دعوایی شده بوده تو سال 2021 که هنوز اونم پا در هوا هستش و ما این برخورد دوگانه رو متاسفانه میبینیم و بیشترش هم به خاطر اینه که خب قدرت ها یکسان نیستش. اینه که واقعا فکر میکنم شاید این که هر هفته من خودم ساکن تورنتو هستم، هر جمعه هر یک شنبه الان حدود 5 دفعه شده دیگه، 5 هفته است که دانتان تورنتو یک شنبه ها به کل پر میشه از مردمی که دادخواه هستن و مسلمون و یهود و لایک و از هر گروه و دسته که شما بفرمایین راه میرن و تقاضای به اصطلاح آتش بس میکنن و شاید این فشار مردمی یه نطقه عقلی باشه که یه مقدار عدالت و دادخواهی به اصطلاح برقرار بشه، برای اینکه این وضعیتی که داره پیش میره واقعا به عینه داریم میبینیم دیگه. 11,000 نفر کشته شدن و جلوی چشم ما میبینیم که
بچه ها گرسنن، بچه ها توی انکوبیتور، بچه هایی که 7 ماه به دنیا اومدن، اینا رو دارن میمیرن و هیچ، چون کنوانسیون های ژنو مشخصا ذکر میکنه که حتی اگر که ادعای اینا درست باشه که البته تمام دکترای به اصطلاح بدون مرزم گفتن که توی بیمارستان شفا و این حرفا اصلا جنگجو و مبارز و کسی قرار نداره، ولی حتی اگرم درست می بود، اینا حق بمباران محل بیمارستان و اینا رو ندارن، باید به صورت ارتش برن اونجا جستجو کنن، اگر که مبارزی میبینن بکشن. حق ندارن که بیمارا رو بکشن، حق ندارن اینطور بچه های کوچیک بمیرن، ولی ما میبینیم که این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته میشه، هیچ جایی هم نیست که این، متاسفانه این سازمان های بین المللی در موقعی که قراره که به اصطلاح بهش میگن استریتی میجر بزنن روی کشورها، که بانک جهانی و سازمان بین المللی پول و این حرفا که کشورها را دزدی کنن و غارت کنن و منابعشون رو بکشن، خوب کار میکنن، ولی اونجایی که به دادخواهی و عدالت میرسه و جلوگیری از جنایت و فساد و اینا میرسه، همه ساکتن، هیچ کس اصلا حق نداره. امروز توی دو تا از خبرنگارای نیویورک تایمز بیرون کردن به خاطر اینکه اینا یه نامه ای را امضا کرده بودن برای اینکه به اصطلاح سیسپایر بشه، و نه آزادی، این آزادی و دموکراسی و اینا میبینیم که چقدر محدوده. یعنی شما اگه در همین چارچوبه که اینا میگن هر یه قدم بذاری اون طرف دیگه تمومه. خب میخوام من دنباله این گریو بریچز رو بگم. ببینید، تا اینجا صحبت این بود که آرتیکل 3 کنوانسیون ژنو میگه که در واقع یک کشوری که با یک کشور دیگه وارد جنگ نیست، در واقع میشه نان اینترنشنال آرم کانفلیکت، یه محدودیت هایی داره و یک عده رو بهش میگن افراد پروتکتد. افراد پروتکتد یعنی کسایی که این آرتیکل 3 شاملشون میشه. اینا هم دو دسته بودن به طور خلاصه، اون چیزایی که دفعه قبل گفتم، افراد که در واقع اسلحه دستشونه و با اون دولت درگیرن، و سایر افرادی که اسلحه دستشون نیست و با اون دولت درگیرن. و خب همه این حرفا، همه این دو تیپ موارد، یه سری کارا هستش که گفتیم که حق ندارن باهاشون انجام بشه، ولی کلن این به همون علتهایی که توضیح دادیم، آرتیکل 3 کمی همچین نادقیق نوشته شده. ولی سه تا چند مورد، 4-5 مورد هستش که اینا به عنوان گریو بریچز هست، در واقع نقض‌های فاحش هستش، و اینها هستش که جنایت جنگی تلقی میشه. اینجا هستش که ماجرای جنایت جنگی بودن یه عمل تازه شروع میشه. یه ذره مثلا به این کنوانسیون ژنو یه دندونی میده که یه چیزی رو بگه آقا این کاری که شما کردی یعنی جنایت جنگه. میگه که not all violations of the treaty are treated equally، یعنی هر کسی که یک مثلا بندی رو زیر پا گذاشت با بندهای دیگه، اینطور نیستش که بگیم خب این قانون رعایت نکرده اونم قانون رعایت نکرد پس عین همن. یه سریاشون حساس ترن. این the most serious crimes are termed grave breaches، اون قسمت های جرائم خیلی جدی رو اسمش گذاشتن نقض‌های فاحش، و در واقع اینا میتونه legal foundationی بشه، یک بنیاد قانونی بشه برای war crime. حالا اینا چیا هستش؟ یکی این willful killing، یعنی کسی رو بکشی که عمد تلقی بشه، یعنی اینکه مثلا نتونی لازم نباشه بکشیش ولی بکشیش. تورچر، شکنجه. اینهیومن تریتمنت، یعنی رفتار غیر انسانی، از جمله مثلا روی این مردمی که تحت تسلطت هستن
بیای مثلا آزمایشات بیولوژیکی روشون بکنی و این حرفا، مثل کاری که ناتسیا روی کانسنتریشن کمپ های خودشون میکردن. این از این افرادی که تحت در واقع اکیوپای بودن توسط دولت آلمان توی این کشور اروپا شرقی، اینا روی اینا آزمایشات بیولوژیکی انجام میدادن، اینا قد کشتنشون، شکنجه دادن یا رفتار غیر انسانی با این کسایی که تحت قدرت اشغالگر یا اون قدرت حاکم قرار دارن، این میشه نقض فاحش. و مورد دوم هست اینکه برشون درد بیش از حد، great suffering، great suffering یعنی که باعث رنج زیاد بشی براشون، که مثلا حالا نمیدونم توضیح نده، مثلا به کسی رو خیلی رنج زیادی بهش اعمال بکنی یا آزار بدنی بدی یا هلثشون رو نوشته serious injury to body or health، یعنی یک کاری بکنی که اینا مریض شن یا اینکه به بدنشون آسیب جدی وارد بشه برای اینکه مثلا به اون هدف خودت برسی. مورد سوم هست compelling a protected person، یعنی یکی از این افراد، حالا protected person میتونه نظامی باشه یا غیر نظامی، این رو بیای شما مجبورش بکنی که توی طرف قدرتمند بیاد سرباز شه. یعنی یه نفر فرض کن که داری با، حالا توی این مثال فلسطین فرض کن دولت اسرائیل بیاد فلسطینی ها رو مجبور کنه که بر علیه خود فلسطینی ها بجنگن به زور. و مورد بعدیش هم این هستش که یکی از این افرادی که داریم باهاش همین جنگ داخلی میکنیم و با یک کشور نیست و بیاین و این مثلا متهم شده به یک جرمی و ما به جای اینکه بیایم اونو محاکمش بکنیم، در واقع بیایم و حق محاکمه رو ازش بگیریم و یه ضرب اینو حالا بهش هر گونه، یا بکشیمش یا هر مثلا مجرمیتی رو بسش، هر پانیشمنتی رو بهش اعمال بکنیم، جزایی رو بهش اعمال بکنیم بدون اینکه دادگاه تلقی بشه. و من فکر می‌کنم که اینا درسته که این پروتکل یه مقدار همونطور که گفتم عمدن شل نوشته شده، ولی اینا بالاخره همین نقص‌های فاحش صورت میگیره در همین مثلا جنگ فلسطین. و این به جای اینکه مثلا طرف یه جرمی کرده یا حتی جنایتی کرده، تروری کرده، اینا رو به جای اینکه بیان محاکمشون کنن تا یه ضرب میکشنشون، اینا grave breaches حساب میشه. از اون طرف taking hostages هم grave breaches حساب میشه، یعنی طرف مردم بیاد هاستج بگیره، این هم grave breaches of همین پروتکل سه تلقی میشه. و دوباره یه چیز دیگه که تو این کانفلیکت کنونی مطرح میشه، extensive destruction appropriation of property، یعنی که فرض کن طرف یک جرمی رو توسط دولت، یه جرمی رو اشغال شده بر علیه دولت اشغالگر انجام بده، بعد اون دولت اشغالگره بیاد بگه اینو انجام بده، به طور وسیع بیاد ملک و دارایی های اون طرف رو بزنه نابود بکنه، تخریب و تصرف گسترده اموال به صورت قانونی و غیر قانونی. من فکر میکنم اسرائیلی ها این کارو میکنن، یه همچین حالا دوستانی که زیادتر مطالعه دارن شاید مثالاشو، که اگر مثلا یه کسی رو بگیرن که یه کاری کرده باشه تو بر علیه دولت اسرائیل، کل خونه اجدادی و آبادیشو با بولدوزر چیز میکنن. و اینجا نوشته شده که حتی اگه قانون هم بهشون اجازه بده ولی این کارو بکنن، این دوباره جزء grave breaches میشه. و بعدیش هم هستش که deportation، transfer و confinement، که بیا اینا رو کوچ بدی، deportation میشه اخراج بکنی مثلا از کشور، کوچشون بدی یا اینکه محصورشون بکنی. حالا انگلیسیش هم میگم که ترجمه من دچار مشکل نکنه، unlawful deportation، transfer or confinement، اینا هم جزوه، یعنی که بدونی که طرف ببری به دادگاه اینا رو کوچ بدی و اینها. و حالا این کشورهایی که توی این معاهده، یعنی تقریبا میشه همه 196 کشور، تقریبا همه کشور رو شامل میشه که طرف این معاهده هستن، باید توی کشور خودشون دنبال کسایی که یک همچین جنایاتی رو مرتکب میشن بگردن،
و اینترنالی موظف هستن که این کار رو انجام بدن. ولی یه نکته حساسش اینجا هستش که این آرتیکل 3 مشمول یونیورسال جوریستیکشن میشه، یعنی اینکه این قانون در همه جا میشه انفورسش کرد. یعنی درسته که اون کشور خودش باید بره بگرده همچین جنایتکارای رو محاکمه بکنه، ولی در یونایتد نیشن سکیوریتی کانسیل یعنی شورای امنیت اومدن گفتن آقا محل اجرای این قانون کل جهانه، در نتیجه اگر کسی متهم به یک همچین جرائمی طبق آرتیکل 3 بشه میشه توی اینترنشنال کریمینال کورت یعنی دادگاه بین المللی جرائم این که مربوط سازمان ملل هست این فرد رو حتی اگه کشور خودش هم محاکمش نکنه، ولی میشه کسی که این آرتیکل این مواردی که گفته شد گریو بریچز آف آرتیکل 3 باشه رو میشه پیگیری کرد و در واقع بود کاورجش عمومی هستش در سطح کل جهان، هرچند که اون کسی که مثلا همه کشورها که امضاش کردن و به عهده خود اون کشور هم هستش که بگرده، فرض کن اگر یه سربازیش برداشت رفتار وحشیانه کرد با سابجکت های اون کشور یا که فرض کن فرانسه الجزایر رو اکیوپای کرده بوده، اگه یه سرباز فرانسوی با اون الجزایری ها کار وحشیانه کرد خود فرانسه موظفه که پیگیریش بکنه چون امضا کرده، ولی اگرم نکرد هنوز کاورج جهانی داره و اینترنشنال کریمینال کورت میتونه این رو پیگیری بکنه دیگه. اینم این در واقع آرتیکل 3 مربوط میشه به موضوع به اتفاقاتی که اخیراً داره میفته، ولی همونطور که دیدین یه مقدار کلی نوشته شده، به همین خاطر اومدن پروتکل 1 رو مطرح کردن. پروتکل 1 اومده در واقع امن 1977 این جدیدتر همین 50 سال پیشه و اومدن اونجا این مسائل مربوط به در واقع جنگ و آرمد کانفلیکت رو هم داخل هم خارج رو خیلی مشخصتر یک به یک و مفصلتر توضیح دادن که چه کارهایی بکنین چه کارهایی نکنین جرمه، ولی خب یه حدود 20 کشور هستن که اینو امضا نکردن دیگه. این آخرین قسمت صحبتی است که من آماده کرده بودم. آسوده خانم میخواین که دوباره صحبت بشه تا من بعد بپردازم به پروتکل 1 جنیوا کانونشن؟ خیلی ممنون از لطفتون آقای مرداد، شما تشریف آوردین بالا، اگر که نکته به نظرتون میرسه گوش میدیم. سلام و عرض ادب، ممنون شما دعوت کردید، من اومدم به احترام عرض ادب بکنم و استفاده بکنم از صحبت‌های امیر حسین عزیز و جناب علی و در ادامه اگر موردی بود که به ذهنم برسه در این خصوص میگم، منتها من در این زمینه تخصصی ندارم ولی نظرات شخصیمو میتونم چند جمله بیان بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. ببینید در کل اولا خیلی ممنون امیر حسین، خیلی خوب مباحث رو مطرح کرد، من خیلی لذت بردم، مخصوصا تو ترجمهش خیلی خوب دقیق لغت‌ها رو خیلی خوب ترجمه کردن، من استفاده کردم. عرض به خدمتتون که به هر حال دنیا رو باید فقط یه پیش‌فرضی رو براش در نظر گرفت که این مجامع و این کنوانسیون‌ها و به هر صورت کلن کامیونیتی هایی که تو دنیا وجود دارن خیلی کارکرد خاصی به اون شکلی که باید وجود داشته باشه نداره، چون ساختار دنیا بر مبنای ساختار قدرت تعریف میشه و مبانی دنیا هم بر مبنای مبانی قدرت هستش و خب کشورهایی که صاحب قدرت هستن تاثیرگذارن و میتونن مسیرهای تاثیرگذاری و اثرگذاری رو شکل بدن، بنابراین خیلی نمیشه روی اینا حساب کرد و به هر صورت همین الان هم ما میبینیم مثلا توی جنگ اوکراین، حالا ماها که این ورا زندگی میکنیم یکی دو سال پیش خصوصا چه قیامتی بود اینجا، ولی خب الان توی شرایط حال حاضر میبینید که خب به هر حال فضای رسانه‌ای و میدیا به چه شکل داره فعالیت میکنه و چه جوری هستش. اینه که خیلی خوبه آدم آشنا باشه با اینا، ولی
بهتر از اون این هستش که آدم در ابتدا مبنای تعاریف جهانی رو در مفهوم واقعیش بتونه بشناسه و بر مبنای اون سیاست گذاری بکنه که بتونه نتیجه عملگرایانه ازش بگیره، وگرنه که خب اگر غیر از اون مسیر بره آدم، خب به هر صورت ممکنه خیلی چیزا واقعیت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، ولی خب اون چیزی که روی میز هست همیشه واقعیت هاست. حقایق لزوما نمیتونه به موفقیت توی دنیای خیلی پر آشوب بشری خودشو نشون بده. من این به عنوان نظر شخصیم بود که بیان کردم. مرسی. خیلی ممنون از لطف شما. آقای دکتر اگه صحبت دیگه ای دارید. من اتفاقا در ارتباط با صحبت های مرداد میخواستم بگم که درسته، یعنی دنیا حالت باغ وحشداری پیدا کرده، ولی من الان میبینم که بالاخره اینا زحمت کشیدن، همینایی که فرزند نوشته انگلیس و فرانسه مقاومت کردن و اینا سعی کردن، بالاخره نشون میده که به قول معروف اونجا یک تنشی در جهان هست و گفتگوی صورت گرفته و حداقل نشستن یه سری چیزا رو تعریف کردن. یعنی من که حالا رشتم حقوق نیست، حداقل وقتی اینا رو میخونم متوجه میشم که خب بالاخره این جملات هم یه چیزای همطور بیدر پیکری نیست، و وقتی که ما به یه نفر میگیم آقا تو جنایتکار جنگی هستی، حداقل این یه وقت من میگم آقا مثلا فلانی تو جنایتکار جنگی هستی به نظر من، یه وقت هستش که نه، بالاخره یک 50 سال 60 سال 70 سال و در مورد خود پروتکل‌های اصلی ژنو که از قرن 19 دو قرن روش کار شده، یه قرن و نیم روش کار شده و دیگه اینا خوش تعریف شده به قول معروف، حداقل هستش که یه کامان ترمینولوژی وجود داره. یعنی حالا حتی این پروتکل یکی رو که من می‌خواستم توضیح بدم، درسته که فرض کن اسرائیل امضاش نکرده، آمریکا هم امضاش نکرده، ولی بقیه مردم جهان میتونن، حتی فرض کن ما هم که ایرانی هستیم، ایران هم امضاش نکرده دیگه، ولی ما میتونیم بگیم بابا این کاری که شما دارین میکنین از نظر 170 کشور دنیا این تعریف شده به این معنی، این کار جنایت جنگی تعریف شده و این حرفا، یعنی و برمیگرده به اون ماجرای جوریسدیکشن. یعنی یه سری چیزا هستش که خب فرض کن یه نفر توی گروه دزدان میگه به نظر من دزدی خوبه و من این قانونی که دزدی نکنید رو قبول ندارم، بقیه مردم میگن ما که قبول داریم. یعنی درسته که این مرداد انتقاد شما به جهان وارده، ولی وجود این چیزا هم چیزا، این قوانین و حداقل موافقت نامه و اینا هم چیز خوبیه که حداقل دیگران میتونن به اون فرد وارد صحبت بشن که، ولی من الان دارم نگاه میکنم حالا در تایید حرف آقای مرداد، ببینیم چه کشورهایی مثلا این پروتکل وانی که الان من میخوام توضیح بدم امضا نکردن، و ببینیم ما در چه جای خطرناکی زندگی میکردیم با اون، و حالا اونا که هنوز دو تابعیتی هستن در چه جای خطرناکی زندگی میکنن. کشورهایی که اینو امضا نکردن، یه تعدادشون 20 تان، ولی اینا نگاه کنین: ترکیه، هند، پاکستان، ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. اینا هیچ کدوم این پروتکل یکو که در مورد رعایت حقوق انسان هاست در آرم کانفلیکت امضا نکردن، و این نشون میده که فاجعه ای که این مرداد میگن درسته و نگران کننده است. ولی خب حداقل ما یه ترمینولوژی داریم از دید جهانیان، حداقل میفهمیم که وقتی مردم میریزن تو خیابون میگن آقا فلانی این کاری که تو داری میکنی جنایت جنگیه، از دید اون 170 کشوری که امضا کردن حداقل میتونیم بفهمیم که چرا اینو میگن جنایت جنگی. من در ادامه فرمایشات شما اگر بخوام یه نکته ای رو، یعنی فرمایشات شما رو تکمیل بکنم، به نظر من میاد که من اونم این هستش که بهترین حالت میتونه این شکلی باشه که این موضوع رو هیبریدی جلو برد و دوندن واقعیتی که دنیا مدیریتش به چه شکل هست، این موضوع تمرکز به روی افکار عمومی جهان هم خیلی میتونه کمک بکنه در بهبود روندها. این خب نمیشه اینو منکر شد، چون انسانها در قرون گذشته خب زندگیاشون خیلی بدتر از زمان حال بوده و عدالت و به هر صورت اون برخورداری انسانی از
مواهب طبیعی خب خیلی محدودتر بوده و ظالمانه تر بوده. این هم یکی از اتفاقاتش همین رشد بشری از همین مسیر بوده که البته مسیرهای دیگه ای هم داشته، اونجا هم به صورت هیبریدی بوده، یعنی رشد تکنولوژی، تولید ثروت و جدا شدن انسان ها از منابع زمینی و رجوعشون به تولید ثروت از منابع غیر زمینی که ناشی از تکنولوژی بوده، حالا هی هم داره رشد میکنه که الان رسیده به هوش مصنوعی در آخرین مرحله. خب اینا همش باعث میشه که انسان به حقوق خودش بیشتر نزدیک بشه، اما خب اون واقعیت جهان همیشه تا پابرجا خواهد بود، منتها همین شکلی هم که الان داره جلو میره به نظر من دونستن اون واقعیت که دنیا فرموده شما یه باغ وحشه و اون که به چه شکل داره میشه و این که حالا روی این افکار عمومی هم کار کرد و به هر صورت رو همین قوانین هم تمرکز کرد، میتونه یه نگاه واقع بینانه تری توی مدیریت قضیه به انسان بده و دچار احساسات نکنه آدم و موقعی که داره این موضوع رو مدیریت میکنه. چون یکی از اتفاقاتی که ممکنه همون ساختار قدرت جهانی هم خیلی براش مهم باشه اینه که انسان ها احساساتی بشن و رفتارهای نامعقول نشون بدن که بتونن از این فرصت استفاده بکنن در جهت منافع خودش. بنابراین اگر اینو ترکیبی جلو برد فکر میکنم بشه نتیجه ازش گرفت و در مرور زمان به نتایج مطلوب تری هم رسید. این منظورتون از ترکیبی رو هم یه توضیح میشه مفصل داره بدید؟ منظورتون از ترکیبی رو مثلا دقیق تر میتونید؟ بله حتما. ببینید ترکیبی عرضم این هستش که ما تو دنیای حقیقت داریم یه واقعیت، حقیقت اون چیزیه که استاندارد مطلوب ذهنی ما هستش، ولی واقعیت اون چیزیه که اتفاق میفته در دنیای واقعی و اون این میشه نظام ساختار جهانی که خب بر مبنای قانون که نیست در واقعیت امر. حقیقتش حالا ممکنه رو کاغذ این سازمان ها باشن و این دفاتر و خیلی این نوشته ها و اینا، ولی خب به هر صورت در واقعیت شما میبینید که مثلا یک کشور میاد میره سه تا کشور اشغال میکنه، یک نفر نمیتونه بهش حرف بزنه، قانونی وجود نداره، ولی مثلا 30 سال قبلش یک کشور میره یک کشور دیگر رو اشغال میکنه، یه دفعه همه دنیا تحریمش میکنن و نابودش میکنن. بنابراین در واقعیت نظام قدرته که تو دنیا هندسه جهانی رو مدیریت میکنه. اما خب این نوشته ها هم خب به هر صورت وجود داره و افکار عمومی هم وجود داره، یعنی افکار عمومی رو خب مدیاها هدایت میکنن. خب اگر قشر فرهیخته تر جهان که حالا به الیت نام برده میشه، مثل همین کامیونیتی که الان روی موضوع تمرکز کرده، بیاد تلاش بکنه که ذهنها رو آگاه بکنه و تمرکز مردم جهان رو به دور از واقعیت‌های روی میز که قدرت‌ها میخوان از طریق مدیاها به مردم منتقل بکنن و جلوشو بگیره، این ترکیب هیبریدی میشه که به این مفهوم که شما هم میدونید قدرت دنیا رو داره اداره میکنه و بر مبنای عمومی سیاست گذاری میکنید که راه حل مقابله باهاش چیه، آیا رفتن و مثلا برخوردهای سخت و فیزیکی کردن، یا اینکه همین تمرکز روی افکار عمومی هستش که همین فضایی که الان اینجا شکل گرفته، همین گروه کوچیک، یه پروتوتایپی از اون فول اسکیل میتونه باشه و این خیلی به نظر من میتونه کمک بکنه. اون آگاهی از اینکه جهان و قدرت اداره میکنه و با دانستن اون به دور از احساسات و با عقلانیت کامل و پذیرش اون واقعیتی که در جهان وجود داره شروع بکنیم که به این شکل که افکار عمومی رو آگاه بکنیم از این وضعیت و بتونیم ذره 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 به اون اهدافی که میخوایم برسیم. ولی اگر فقط رو حقیقت محض تمرکز بشه و بخواد جلو بره، قطعا برنده بازم میتونه اون نظام قدرت جهانی باشه که اتفاقا اینو میخواد که این مسیر پیش بره. حالا اگر باز موردی بود من در خدمتم. خب برای اینکه بفهمم که من درست نظرتون رو فهمیدم، یعنی اون چیزی که ترکیبی که فرمودین، دنبال کردن ایدئال ها در عین واقع گرایی روی زمین را رفتن. احسن، دقیقا من منظورم همینه. یعنی ما
به این شکل. ببین یه اتفاقی که تو دنیا میفته و خیلی باعث میشه که مردم عقب بمونن، مردم که میگم یعنی مثلا 95% جهان دیگه، اونم این هستش که خب مثلا فرض کنید اون ساختار قدرت میاد، فرض کنید به همین مورد اخیر که اتفاق افتاده، میاد از طریق مظلوم نمایی و از طریق خشونت، دو تا ابزاریه که داره، مظلوم نمایی خشونت، مظلوم نمایی خشونت، و خب این باعث میشه که از طرفی مظلوم نمایی رو از طریق میدیاها تبلیغ بکنه و خب خشونت هم روی زمین اجرا بکنه، و خب این باعث میشه یه پاسخهای احساسی از طرف مقابل اتفاق بیفته و این اتفاقا در زمین اون داره جلو میره و این میتونه اون چیزی رو که اون آدم ها دنبالشن که بهش برسن اتفاقا به تأخیر بندازه. و من فکر میکنم کشورهای ضعیفتر، حالا تو حوزه های مثلا خاورمیانه یا مثلا کشورهایی که حالا تو مناطق دیگه هستن که یه مقدار منابع هم دارن و بیشتر تحت کنترل هستن، خیلی باید روی این سیاست گذاری تمرکز بکنن برای اینکه بتونن این بحران ها رو در حالتی که قدرت ندارن مدیریت بکنن و ازش عبور بکنن، و اون این هستش که بتونن افکار عمومی اون کشورها رو مدیریت بکنن، که این اتفاق الان تا حدودی افتاده و خب این میتونه نتیجه بخش باشه. این نظر من هستش. خواهش میکنم. یه مسئله ای که در مورد قدرت ها آقای مرداد مطرح کردن، به نظر میرسه که اون چیزی که اینا ازش میترسن و همیشه سعی میکنن که به قول معروف جنی رو توی بطری نگهدارن، اون وقتی هستش که مردم میریزن و دیگه اینقدر به اصطلاح بیعدالتی زیاد میشه که از حوصله تحمل مردم خارج میشه و قدرت مردم در اینجا، حتی در دموکراسی ها، ما شعارهایی که من میشنویدم یکیش این بود که به اصطلاح در موقع انتخابات ما به خاطر خواهیم آورد رفتار شما را، on election we remember، جز شعارهایی بود که میدادن. یعنی با همین ابزارهایی که دست مردمه، چون واقعا در انتخابات میبینیم که خیلی از این لابیگرها میان و با خریدن به اصطلاح پول زیادی که میذارن و اینا، باعث میشن که کسایی که از منافع اونا دفاع میکنن وارد پوزیشن های قدرت، مقام های قدرت بشن. ولی یک همچین اتفاقایی واقعا اونقدر مردم رو به اصطلاح به وجدانشون رو به چلنج و چالش میگیره که خیلی شرکت میکنن. مثلا تو حالا بگذاریم از نتیجهش چی شد، مثلا تو زمانی که اوباما انتخاب شد و متاسفانه سیاست هایی که به کار برد رو میبینیم که مثلا کشدارای توسط این پهپادارا در زمان اون انجام شد، خیلی کارهای چیز کرد، ولی همین شور و شوقی که بالاخره یک سیاه‌پوست میتونه بیاد انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور و این استریوتایپی که سیاه‌پوستا همه اصلا عوض شد یه مقداری، که اون طرز تفکر اینکه هر یکی سیاه‌پوست رو میبینی فکر میکنی که مثلا باید به اون طرف خیابون دزد فلان، اینا یه مقدار تغییر کرد و برای جوان ها اونقدر به شور و شوق اومدن که به صندوق های رأی ریختن و تونستن نتایج رو عوض کنن. همینطور در شرایط چیزم به همینطوره، یعنی وقتی که میبینن که این نماینده ها، مثلا امیدوارم که نتایج رو ببینیم، مثلا توی همین MMP، یکی از MMP ها که اتفاقا ایرونی هم از خیلی شروع بازی در آورده بود، امیدوارم نتیجه این
بیوجدانی را که این همه بچه و 11,000 نفر کشته شده را به این شکل کوچک نشون داد در انتخابات بعدی نتیجهش رو ببینه. من واقعا فکر میکنم که مردم قدرت دارن و باید به قدرت خودشون آشنا بشن. یکی از مسائلی، یکی از پایه های قدرت اصلی هم مردمن که همیشه سعی شده سرشون رو گرم نگه دارن، دور باشن از ماجرا، قاطی نشن. یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم یکی از کوشش های این بوده که مردم دنبال خبر نباشن، دنبال انترتینمنت و انواع اقسام چیزای عجیب غریب دیگه ای باشن که روی زندگیشون تاثیر مستقیم میذاره دخالت نکنن و اون رشته های اصلی زندگی در دست یه سری آدمایی باشه که بتونن ثروت خودشون رو افزایش بدن و غیره. اینه که اینجور اتفاقا وجدان مردم ها بیدار میکنه و حرکت های مردمی به وجود میاره. بله، خب حالا این موافق باشیم من شروع کنم این در واقع دوتا پروتکل الحاقی رو. من برای کسایی که از اول جلسه نبودن خلاصه شو بگم، این کنوانسیون ژنو یه سری آرتیکل هایی داره که در واقع بدنه اصلی کنوانسیون رو تشکیل میدن و حدوداً 70 سال پیش در من مثلا تصویب شده، ولی به خاطر شرایط و قدرت های اون موقع حکومت های استعماری بودن، هنوز الجزایر اشغال بوده، هنوز هند مستقل نشده بود و این حرفا، کنوانسیون اصلی ژنو طوری نوشته شده که مقدار توش ابهام، یعنی چیزا به طور مشخص نبوده. بعد اومدن سه تا پروتکل بهش اضافه کردن و داستان این پروتکل‌ها خیلی جالبه. من اون دو تا آرتیکل که صحبت کردیم، آرتیکل دو ایاتون باشه راجع به اینترنشنال آرمد کانفلیکت گفتیم هست که بین دو تا کشوره، و آرتیکل سه راجع به نان اینترنشنال آرمد کانفلیکت بود، یعنی یه چیزی که بین دو تا کشور نیست، بین یک کشور و یک گروه مسلح مثلا، یا یک آکیوپایر و یک گروه آکیوپایر. بعد اومدن که اینا رو توضیح مفصلتر توضیح دادن، 1977 یه امندمنت، یعنی امندمنت چی میشه، اجازه بدین تفسیر، مثلا اصلاحیه، یک در واقع اصلاحیه زدن به اون پروتکل اصلی، کانونشن اصلی ژنو، و این شده امندمنت اولش، اسمش گذاشتن پروتکل یک. حالا یه چیز جالبی اینجا اتفاق افتاده که وقتی که این پروتکل یک میخواد تصویب بشه، این پروتکل یک راجب، یعنی دیگه بر اساس چیز نیست، این راجب سیویلین هاست. گفته آقا ما میخوایم حقوق اشخاصی که در یک جنگ حضور دارن ولی خودشون غیر نظامی هستن، اینا حقوقشون رو مفصل توضیح بدیم. حالا مثالی که خواسته بزنه از این حقوق، حقوقشون در اینترنشنال وار، در جنگ بین‌المللی. ولی اینجا ببینین چه چیزی رو جزء جنگ بین‌المللی توی پروتکل یک در نظر گرفته. Armed conflicts in which people are fighting against colonial domination. یعنی اگر که یه مردمی دارن با یک قدرت کلونیال، یعنی استعماری، با یه مردم یه کشوری، مردم یه جایی، حالا کشور که نمیشه گفت چون مستعمرن دیگه، مردم یه جایی دارن با یه کلونیال پاور دامینت میشن، و اینو اوورده جزء جنگ‌های بین‌المللی. یعنی که فرض کن فرانسه، اسپانیا اگه با باسک وارد جنگ بشه، میافتاد تو آرتیکل 3 توی اصل ژنو، توی اون بدنه اصلی کنوانسیون ژنو. ولی خب بله، اونا هنوز هم میفته در واقع داخلی. ولی اگر که اسپانیا اومد رفت یه جای دیگر رو مستعمره کرد، رابطهش اینجا میفته توی پروتکل یک الحاقی، یعنی اینکه این اینترنشنال ترقی میشه. اینکه مثلا فرانسه بیاد بگه الجزایر مال منه، اینو تبدیل به جنگ داخلی نمیکنه. این هنوز اینترنشنال کانفلیکت حساب میشه، جنگ فایترای الجزایر بر علیه دولت فرانسه
طبق این پروتکل یک، الحاقیه یک 1177، این یک اینترنشنال کانفلیکته، یعنی یک جنگ بین در داخل نیست. و حالا دوباره fighting against colonial domination، alien occupation یا racist regime، یعنی اگر که یک عده‌ای اسلحه برداشتن، armed conflict رو انداختن، جنگ مسلحانه بر علیه دولت domination استعماری، یعنی سلطه استعماری، و alien occupation یعنی که بیگانه بیاد زمین اونا رو اشغال بکنه، یا اینکه یک حکومت نژاد پرستی بیاد مثلا نژاد اینا رو مورد دامینیشن قرار بده، این رو اسمشو گذاشته، یعنی کلریفای کرده، ابهامشو برطرف کرده که آقا اینا وضعشون چی میشه اگه اینجوری باشه. اینا این چون اکیوپایره میگه اینجا رو من مال منه دیگه، دقت کنید ابهام ماجرا اینجا بوده. فرانسه رفته الجزایر رو گفته الجزایر مال ماست. اینجا داره میگه اگر یه کسی اسلحه برداشت و بر علیه این دولت کلونیال اومد گفتش که نه اینجا مال تو نیست، این یه دونه اینترنشنال وار داره صورت میگیره. درسته تو داری میگی الجزایر استان منه، ولی چون اینا در واقع دارن با یک دولت کلونیال یا اکیوپایر یا رژیم نژاد پرست اگر چیز بکنن اسلحه بردارن، این میفته تو پروتکل یک و آرم کانفلیکت حساب میشه. حواستون باشه که این پروتکل یک و ایران و اسرائیل و پاکستان و هند و ترکیه گفتیم امضا نکردن. یه پروتکل دو هست که مربوط به نان اینترنشنال آرم کانفلیکته، همون چیزی که ما توی ژنو اصلی بهش میگفتیم آرتیکل 3. این پروتکل دوم یعنی الحاقی دوم مربوط به نان اینترنشناله که اونم خب جالبه، ولی این حالا این چیزی که به وضع کنونی مطرحه یا مربوط میشه وضع کنونی، و حتی اگر مثلا بین ایران و اسرائیل هم جنگ بشه دوباره میفته تو همین، این پروتکل یکه. ایران و اسرائیل اگه جنگشون بشه که بین دو کشورن 100% اینترنشنال واره، ولی اگر که مثلا رژیم اسرائیل بر اساس نژاد یهود فرض کنیم بنا شده باشه، که حالا این دیسپیوتبله بر اساس نژاد یهود یا ملیت یهود یا هر چیزی، یا اینکه بگیم حالا 100% از نظر سازمان ملل که اینا اکیوپایت هستن. من فکر می‌کنم مسئله فلسطین به خاطر مصوبه سازمان ملل که اسرائیل رو اکیوپایر میدونن طبق مصوبه شورای امنیت، اینه که میفته تو پروتکل وان alien occupation. آره، این به خاطر اینکه رابطه بین فلسطینیا و دولت اسرائیل رابطه بین اکیوپایر و اکیوپاید هست، اینه که پروتکل یک باش مرتبط میشه. حالا محتویاتش چیه؟ این پروتکل یک همطور آرتیکل های مختلف داره، تیره آرتیکل های زیاده، ولی اون چیزایش که مثلا مهمتر هست، مثلا گفته که افرادی که دارن، مثلا آرتیکل یکش اینه، کسایی که بر علیه کلونیال دامینیشن یعنی همین سلطه استعماری یا alien occupation یا racist رژیم یا یک رژیم نژاد پرست دارن فعالیت میکنن برای هدف سلف دیترمینیشن اگه باشه، یعنی in the exercise of their right of self-determination، یعنی هدفشون این باشه، نه اینکه بخوان چی میگن انتقامی بگیرن، اگه هدفشون self-determination باشه، right of self-determination باشه، اینا رو نمیشه که تروریست تلقی کرد و مثلا بهشون اجازه داد که با اینا مثل تروریست برخورد بکنن. این آرتیکل یکشه. و اینجا مثلا تو یه دونه مقاله گفته که بخصوص مثلا اسرائیلیا که هی میگن اینا تروریستن، این آرتیکل یک میگه که آقا شما نمیتونی اینا رو به عنوان به اسرائیل اجازه داده نمیشه که اسم فایترای فلسطینی که برای سلف دیترمینیشن دارن فایت میکنن و بذاره تروریست. بخواین انگلیسیش هم واسه تون بخونم، میگه که this has been interpreted to be interpreted as favoring terrorism and denying the protections to Israel. یعنی آرتیکل یک
استفاده شده که ازش به اسرائیل اجازه اینو نده که به اینا بگه تروریست. بعد حالا مثلا آرتیکل های دیگه داره، آرتیکل مثلا 40ش یه اصطلاحی به نام نو کوارتر، میخوام واسهتون بخونم. میگه که آرتیکل 40 پروهیبیتس نو کوارتر. بعد کوارتر یه اصطلاحه، قدیما این فرمانده های جنگی اعلام میکردن که آقا ما اینجا که داریم میجنگیم از این دشمن هر کسو بگیریم میکشیم، یعنی زندانی و مریض و این حرفا سرمون نمیشه، که این نو کوارتر ترجمهش میشه None can be taken prisoner and all enemy combatants must be killed. یعنی ما همه این دشمنامون رو باید بریم بکشیم. و اینا وقتی که مثلا وقتی میگن که آقا باید فرض کن حماس کلا نابود شود، اینجا اشکال قانونی پیدا میکنه، به خاطر اینکه میفته توی ایده‌ای نو کوارتر. اگه بخوان که قوانین در واقع همین کنوانسیون ژنو و پروتکل یک رو رعایت بکنن، این حقو بهشون نمیده که ما میخوایم همه اونا رو بکشیم. میتونه بگه ما میخوایم همه مثلا مجرمینی که فلان کارو کردن رو بگیریم محاکمه کنیم فرضاً، ولی اجازه بهشون نمیده که بگن که ما این جنگمون جنگ نو کوارتره، یعنی جنگی که ما میخوایم همه اون طرف مقابل رو از دم بکشیم و هیچ کسی رو ما پریزنر رو اینا نمیگیریم. همه انمی کامباتنس، یعنی همه فردانی افرادی که دارن با ما میجنگن رو ما میخوایم بکشیمشون. و در واقع حالا این نو کوارتر رو معنی کردن including that there is no survivors، یعنی حواستون باشه که هیچ کدومشون رو ما باقی نمیذاریم. این حرفا اینا جزو پروتکشن های پروتکلی قرار میده، حق ندارن اون دولت اکیوپایر همچین حرفی بزنه. و حالا من دیگه همش رو نمیخونم چون وقتتون گرفته میشه. من توصیه میکنم واقعا این پروتکل یک رو بخونین، به خاطر که این مربوط میشه به رابطه اکیوپایر و اکیوپاید و خیلی زیاد جالب توشه. آرتیکل 51 و 54ش جالبه. چهل هفت میگه که شما اگر مرسنری باشین ما این قانون از شما حمایت نمیکنه. یعنی اگر این مثلا نیروهای واگنر هستن که حقوق میگیرن برن به جنگن، یا توی آمریکا اون گروه بلک واتر که توی ماجرای پرایوتایزیشن جنگ از زمان جورج بوش صورت گرفته که از جنگ رو میدن دست بخش خصوصی و آدم استخدام میکنن که بره به جنگه، هم آمریکایی‌ها کردن توی بلک واتر، هم روسا کردن توی گروه واگنر. اینایی که نظامی نیستن شغلشون جنگیدن میشه، اینا رو پروتکل یک کاور نمی‌کنه. حالا 51 و 54 خیلی این مهمه. Outlaws indiscriminate attacks on civilian populations. یعنی این که شما به یک محوطه‌ای که شخصی غیر نظامی ها دارن توش زندگی میکنن، حق ندارین اندیسکریمینت اتک بکنین. که این سوالی که از نتانیاهو میپرسن، میگن آقا، یا این که جدیدن خیلی مطرح میشه، پیتریاس هم گفته که آیا شما میتونین که واقعا بین نظامی ها، اونایی که عضو مثلا حماس هستن و مردم غزه، اینا رو از هم دیسکریمینیت بکنیم؟ که نمیتونن دیگه، چون اونا که مشخص نیستش که کی حماسه کی حماس نیست و اینا. و این دیسکریمینیت اتک آن سیویلین پاپولیشن آتلا هستش، دیستراکشن آف فود واتر اند آدر متریال نیدد فور سروایوال. یعنی بیای که غذا و آب و سایر چیزهای مورد نیاز برای بقای انسانی رو نابود بکنی. indiscriminate attack on civilian targets، یعنی بری به چیزای ساختمونای targets، یعنی اهداف غیر نظامی حمله بکنی. و و مثلا بیای مدرسه و این حرفا اینا رو بزنی، اینا civilian target حساب میشن و این آتلاش میکنه. و a total war does not distinguish between civilian and military targets is considered a war crime. این یه جمله خیلی مهمیه توی این آرتیکل 51 و 54.
میگم یعنی اینا هدفشون این بوده که مسئله رو مشخص کنن. میگه اگه شما بیای بگی آقا ما وارد یه توتال وار هستیم، جنگ کامل هستیم و دیگه واسه ما سیویلین غیر سیویلین فرق نمیکنه، همه تارگت ما هستن، این میشه یه دونه وار کرایم. 56 و 53 میگه که آرتیکل 53 تا 56 حمله به سد، نوکریل فسیلیتی و جاهای عبادت، همین مسجد و صومعه و کلیسا و این حرفا، اینا جزء وار کرایم حساب میشه. حمله این آرتیکل، اینا توجهتون باشه، این همین همش الحاقه یک یا پروتکل یکه. زن اسپیشال پروتکشنز فور ویمن اند چیلدرن، به زنها و به بچه ها سیویلین مدیکال پرسونل، یعنی افراد پزشک غیر نظامی، اینا همه و ژورنالیست ها، اینا همه پروتکتد هستن، که فکر میکنم همه اینا هم توی این ماجرای غزه مورد حمله قرار گرفتن و اینا برای نتانیاهو میتونه مشکل ایجاد بکنه. ولی اشکال اینجاست که من نمیدونم حالا این یونیورسال اپلیکیبلیتی که تو قسمت قبل گفته بود، آیا این پروتکل یک و حالا این لابد این وکیلی که آسود خانم چی بود اسم وکیلی که گفتیم بزرگترین وکیل فرانسوی بوده و این حرفا، لابد اینا یک راه های آها حالا دیگه اینا لابد یه کارهایی باید بکنن تو یا میدونن که این ماجرا یک کشوری که این پروتکل رو امضا نکرده وقتی همه این کارا رو داره انجام میده تکلیف چی میشه. بعد آقای دکتر در مورد میسیونری ها من متوجه نشدم چه قانونی چیز میشه؟ آرتیکل 47 همین پروتکل یک گفته A mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner of war. یعنی آخه اون بالا گفته بود که این prisoner of war ها و این جنگ جویانی که دارن بر علیه اکیوپایر یا رژیم ریسیست یا اینا چیز میکنن توسط پروتکل یک حمایت میشن و نباید باهاشون کالکتیو پانیشمنت بشه این حرفا. حالا اینجا داره میگه که امرسنری شال نات هاف دی رایت، یعنی یک کسی که مرسنریه نمیتونه بیاد بگه آقا من فریدام فایترم. امرسنری شال نات هاف دی رایت تو بی ا کامباتنت اور ا پریزنر اوف وار. یه مرسنری رو گرفتی که حقوق میگیره به جنگه، این وقتی که دستگیر شد نمیتونه بگه که من I am a prisoner of war، حالا پروتکل یک ژنو از من حمایت میکنه. یعنی یه کاری که تنجش داد، یعنی میشه کشته. من فهم میکنم اینو نگفته چی کارش میشه کرد، ولی خلاصه این از حمایت های پروتکل یک خارجه. کسی خب این بره... جالبه برای این که اون اریک پرنس که اومد همین بلک واتر، الان فکر کنم زی شد چی شد اسمش زی شد دیگه، الان اصلا تو امارات و بیشتر کسایی که عضو اون گروه هستن مال آفریقا، یعنی اینا به خاطر فقری که دارن به خصوص بچه های کوچیک از میلیشی های کوچیک میبرن به همجا بزرگ میشن و چیزای تمرینی میدن و میفرستن تو جنگ های مختلف شرکت کنن و بنابراین اینا هیچ پروتکشنی هم ندارن، یه سری چه میگم انسان ربات هستن که میفرستن. البته آسود خانم من ببخشید، این مرسنری قضیهش با بلک واتر یه مقدار متفاوته، یعنی اینا دوتا چی درسته تو ترجمه یه معنی میدن، مزدور معنی میدن، یعنی کسی که برای پول داره کار میکنه، ولی بلک واتر یه کمپانی که خدمات نظامی میده و امنیتی و کاملا اگه یه نفری که تو بلک واتره رفته آمریکا در عراق رو اشغال کرده، درست؟ نه اصلا بلک واتر رو اریک پرنس به بنیان گذاری کرد که میگه مسلمان ها سوسکن و اینا، اگر که فیلماشو دیده باشید، و بعد اسمش شده زی و الانم تو مرکز اصلش تو اماراته و اینا خب اینو بگیرنش پروتکل یک ازش حمایت نمیکنه، استخدام میکنن با پول که اون افراد که استخدام میشن میرن با پول میگیرن میرن میجنگن. خب اینو حمایت نمیشه طبق این قانون دیگه، طبق اون قانون، یعنی این آقایی که شما الان دارین اسمشو میگین آسود خانم بگیرنش، مرد دولت عراق بگیره هر بلای سرش بیاره، حالا من یه قوانی وجود داره که بالاخره نمیتونم بگیرن از
چه میدونم سیخ آویزونش بکنن، ولی این پروتکل از افرادی که جنگ مثلا فرض کنید این بلک واتر سکیوریتی داره پروواید میکنه، بسیار عالی، اگه بزنه ولی مردم اونجا رو بکشه حقوق بگیره از طرف اشغالگر، حقوق گرفته بزنه مردم اون منطقه رو بکشه، این میشه مرسنری و سازمان ملل و کنوانسیون ژنو از یه همچین کسی که واسه پول میگیره که سکیوریتی ایجاد کنه و مردم رو بکشه حمایت نمیکنه. ولی اگر همین بابا سرباز ارتش آمریکا باشه، درفتش کردن بردنش اونجا، گفتن آقا به نوبت باید بری اونجا سربازی بدی، این پروتکل یک. البته خب بازم بگم، بازم این چون طرف اشغالگره مسئولیت فقط کنوانسیون اول روش میذاره دیگه. ولی مثلا هاستج اگر مثلا یه سرباز آمریکایی در اشغالگر باشه بیفته به دام این نیروهای رزیستنس عراقی، این باید با اون پریزنر آف وارش طبق این پروتکل رفتار کنه، یعنی نمیتونه شکنجهش بده. ولی اگه مرسنری باشه دیگه خدا داند که چه بلایی میتونه از سرش بیاره. خب بذارید من دنباله این چیزای جالبی رو که من چیز تعداد آرتیکل ها خیلی زیاده، من یه نکته کوچولو رو بگم فقط توی خندهداری یا گریهداری این ماجرا، یعنی این آقای اریک برنز که مشتری اولش خود آمریکاست، خواهرش شد و وزیر آموزش و پرورش تو زمان دونالد ترامپ که اومد و اصلا از اون چیزای داروین و اینا رو برداشتش و اون زمین در 6 روز درست شده و اینا رو توی کتابای درسی بردش، یعنی اینا از اون اوانجلیکن های خیلی آدم های مذهبی و خشک مذهب شدیدن که برادرش این اصلا خودشون هم میگن میسیونری، خودشون هم میگن که هستن که مرکزش رو برد توی امارات گذاشت و جالبه که این کارا رو میکنن و این همین دوگانگی برخوردشون با قوانین بین المللی همینطوریه دیگه. بفهمه البته من بگم این که الان آرتیکل 47 که میگه آقا ما این مرسنری ها رو شامل این ماجرا نمیشه و نمیتونن ادعا بکنن که ما پریزنر وار هستیم، این یعنی در واقع داره حمایتش از اینا برمیداره و در واقع این پروتکل یک تونش بر ضد ایناست دیگه، یعنی شما رو ما حتی جز به پریزنر وار هم حسابتون نمی کنیم، اینایی که واسه پول میرن میجنگن. نه البته امیر حسین خان، این چیزی که آسود خانم میگه درست میگه، یعنی هیچ منافاتی با حرف شما نداره، یعنی ایشون میگه که اون دوگانگیه، شما هم میگه اینو رد میکنه، دقیقا جفت حرفا تایید همه. بله بله این موضوع. من فقط یه جمله کوتاه بگم که هم تیمیامونم با هم هماهنگ باشیم. سازمان ملل 4 تا بخش داره که یه بخش پولیتیکالش تو نیویورکه، یه بخش انوایرومنتال اند هیومن رایتش توی جنوواه، یه بخش اگریکالچرش توی ساوت آفریکاه کیپ تاون، و یه بخش نیوکلیار پاورش توی وینا توی استوریا هستش. این تقسیم وظایف توی سازمان ملل به این شکل هستش. حالا الان که بحث جنوا رو شما مطرح کردید، خواستم اینو بگم که جنوا در کجا قرار میگیره؟ در جزء سوئیس، سوئیس میشه. نه نه، جزء کدوم برنچ میشه این قرارداد جنوا؟ Environment and Human Rights. این جزء Human Rights میشه. Exactly. یعنی محیط زیست و حقوق بشر به جنوا تعلق میگیره و اونم بعد از جنگ جهانی دوم، فرانسه که توی این مسئله دخیل بوده، چون جنوا هم فرانسه زبانن. یعنی شما، من رفتم توی سازمان ملل تو جنوا، اونجا زبان حاکم فرانسه هست که اون با اعمال قدرت فرانسه که گفته بود، چون قرن 19 هم انگلیسی حاکم نبوده تو دنیا، فرانسه حاکم بوده و بعد اونا اون سهمو میگیرن اونجا که، و بخش هیومن رایتس و خدمت شما اصلا انوایرومنت رو میگیرن به اون شکل، و به این شکل تقسیم بندی توی دنیا اتفاق میفته برای سازمان ملل. ببخشید.
خواهش میکنم. حالا ببینین به نظر من دیگه من خیلیشو جامپ میکنم، گفته مثلا خلبانا رو نمیشه کشت ولی اگر که نیروهای هوایی که از بمب افکنا میپرن پایین رو میشه کشت. بعد یه میرسه به یه آرتیکلی که به نظر من این از همهشون ضد استعماری تره، این آرتیکل 43 و 44 اینی میگه که موضوعش از clarifying the military status of members of guerrilla forces، یعنی این وضعیت این نیروهای گوریلا فورسز چی میشن؟ گوریلا فورسز نیروهای چریکی. چریکی آره، میگه این اینجا میاد تکلیف این میلیتاری استاتیس این گوریلا فورسز و این نیروهای چریکی اینا جزء چی تلقی میشن؟ گیر بیفتن چی میشن؟ بعد میگه که combatant and prisoners of war status are granted to the members of dissident forces when under the command of a central authority. یعنی اگر که این کسایی که اسلحه برداشتن و با اون سه موردی که اولش توضیح داده بود که بودش colonial domination, occupation و racist regime، طرف اگه برداشته آرم به دستش گرفته شده combatant، شده گوریلا فورس، حالا ما به اینها استاتوسشون رو تایید میکنیم که دارن می جنگن کامبتنت حساب میشن و وقتی که دستگیر میشن پریزنر آف وار حساب میشن، یعنی باید مثل زندانی جنگی باشون رفتار کرد، همون ماجرای شکنجه نشن چی چی، مادامی که اینا طبق یک تحت یک سازمانی دستور میگیرن، یعنی مثلا پس مبارزین الجزایر فلان مثلا یا همین PLO Palestinian Liberation Organization، اینا اعضایش اگه گیر بیفتن پریزن آف وارن، اگر که دارن می جنگن هم که در واقع کامبتنت اون جنگ حساب میشن. چون یا دقت کنین اولش گفته بود که ما اینا رو اینترنشنال کانفلیکت اینترنشنال وار حساب میکنیم و such combatant cannot conceal their allegiance, they must be recognizable as combatant. میگه اینا و وقتی دارن می جنگن ولی باید حواسشون باشه که خودشون رو در واقع مشخص بکنن که ما در واقع اعضای مثلا فلان سازمان هستیم و الیجنسشون موقع جنگ مشخص باشه که وقتی دستگیر میشن به عنوان یک جنگجو و اسیر جنگی و اینا باشون رفتار بشه. خیلی اینا جالبه بالاخره آدم بدونه. خب پس حماس هم همینطور حساب میشه دیگه؟ نمیشه. بله حماسی ها بله دیگه، اون فرد حماسی که مثلا نوار به کلش بسته و رفته تو اون گوریلا فورس همین چریکه. و آخه موضوع اینه دیگه، اسرائیل اینو امضا نکرده ولی حالا نمیدونم چی میشه، ولی به ترتیب اینا از نظر این پروتکل یک جنگ جو حساب میشن، اگر هم دستگیر بشن پریزنر آف وار حساب میشن و همه اون ماجراهای دیگه، کسی اگر مثلا جنایتی کردن باید برن دادگاه، نمیشه دست جمعی کشتشون و اینا. من پروتکل دورم بگم و دیگه یا بخوام پروتکل دور رو. پروتکل دور راجبه اون مواردی است که هنوز داخلی حساب میشه، نان اینترنشنال آرمد کانفلیکت، یعنی در داخل یک فرض کنین که دولت عراق با بعثیای عراق، این دیگه نه ریسیست نه کلون، مثلا ارتش آمریکا با بعثی عراق میشه کالونیال دامینیشن، میفته تو پروتکل یک. دولت اسرائیل جو و نانجو اگه را بندازه میشه ریسیس رژیم، تو این اکیوپای تریتوریز باشه میشه اکیوپایر. ولی فرض کن دولت عراق با بعثی های عراق، این میفته تو پروتکل دو که حالا میخواین که یه دیگران صحبت بکنم بعد من پروتکل دو رو بگم و تموم میشه. راحل جون شما میخوای نظرتون رو بگین در اینجا؟ من در رابطه با این پروتکل ها صحبت خاصی ندارم، ولی بعدا دوباره برمیگردم به همون مسئله ای که یک کمی بهش اشاره کردم در ابتدای یه جلسه. شما اگه الان اونو اشاره کنید، چون ما میخواییم یه فاصله بیفته بین این صحبت‌های پروتکلی، زیاد خشک نباشه سویز و نظرهای شما
چون روانشناسانه است و یه مقدار فضا رو عوض میکنه. دوباره برگردیم رو پروتکل دو که اونا توضیح بدن و به اصطلاح جلسه رو ببندیم. باشه، مرسی. چون بیشتر کسایی که الان میبینم تو جلسه هستن قبلا نبودن، یه کمی توضیح بدم که من گفتم که به هر حال یک فضای روانی ایجاد کردم برای این جنایت هایی که دارن انجام میدن و این فضا در واقع به این شکل هستش که به نوعی میخوان به دنیا بگن که خب به هر حال یک سری نیروهای اکستریمیست و افراطی، نمیدونم حالا عقب مانده و غیر دموکراتیک، اونجا حاکم هستن و اینها، و ما مجبور هستیم برای دفاع از دموکراسی بریم و خب چیکار کنیم؟ اونا مردم رو سپر بلای خودشون میکنن. مثلا الان حماس این نیروی اینطوری عقب مانده است و اکستریمیست اینطوری، ما مجبور هستیم بریم و در حال اون حمله بکنیم تا بتونیم دنیا رو از شر این ویروس ها رها، مثلا به فرض رها کنیم دیگه. با این توجیه هستش که جنایت میکنن، وگرنه اینکه اینا نقض حقوق بشر کردن و اینا که 100% روشن هستش. در واقع دبیرکل سازمان ملل گفتش که از 101 نفر فقط از اعضای سازمان ملل تو غزه کشته شدن. حتی اینم گفتش که در واقع نمیشه حماس به بهانه مجازات دست جمعی مردم فلسطین مثلا چیز کرد، نمیشه مثلا بهانه قرار داد برای سرکوب مردم فلسطین. ولی اینا میگن که خب ما چه کار میتونیم بکنیم؟ به هر حال باید ما یه مسئولیتی هم داریم که دنیا رو از این ویروس نجات بدیم دیگه. و میگم برای اینم به نظر من خیلی زمینه سازی کردن. تو صحبت اولیم در مورد یه فیلمی صحبت کردم، بعد اسمش که اومد، فیلم مثلا که اسمش بود، به فارسیش ترجمه شده مثل که فیلم اسمش هست دست نیافتنی ها یا این تاچبرز، گفتم که خب فکرشو بکنید که چرا تو این فیلم که بر اساس یه داستان واقعی درست شده، در این که شخصیت واقعا خیلی مثلا والای این فیلم یک آدم الجزایری هست، ولی وقتی هالیوود فیلمو درست میکنه موافقت نمیکنه که یک شخصیت میدل ایستی مثلا این فیلمو بازی کنه و میرن مثلا یه کسی دیگه رو میذارن، نمیخوان برای اینکه تو ذهن مردم این ایجاد بشه که مردم خاورمیانه آدمای خوبی هم، برعکس در واقع این تصور ایجاد شده که مردم خاورمیانه بیشترشون اکستریمیستن، بعدش بیشترشون نمیدونم حالا ضد زنن، بیشترشون عقب ماندن و یک جور مثلا چیز هستن، یعنی ایدئولوژی های متحجر دارن و میخوان اون اکستریمیست به اصطلاح توی خاورمیانه رو به ایدئولوژی مربوط بکنن. من گفتم که اگه ما بخوایم مسئله رو از نظر علمی نگاه بکنیم، واقعیتش اینه که اولا که مطالعات متفاوتی انجام شده در مورد اینکه ببینن آیا اصلا بین اکستریمیزم و بین مذهب و افرادگرایی به اصطلاح رابطه‌ای وجود داره، این که مذهب هستش که افرادگرایی ایجاد میکنه. تحقیقات متفاوتی انجام شده، واقعا یکیش که دقیقا اسمش بود داز ریلیجن کاست تروریزم، تحقیق دانشگاهی که تو سال 2014 انجام شد و تعداد زیادی روش کار کردن، نتونستن به این برسن که آره دین مثلا تروریسم ایجاد میکنه، نمیدونم. یا تحقیق دیگه که باز تو سال 2003 بود که داز باز رابطه بین ریلیجوسیتی و با وایلنت اکستریمیزم رو مطالعه کرد، بازم نتونست اینو ثابت بکنه. یعنی حتی نتونستن ثابت بکنن که رابطه بین اکستریمیزم و دین وجود داره. ولی از اون بدتر هیچ دلیل علمی یک دونه نویسی که تا یه دونه تحقیق علمی نشون نمیده که مثلا به فرض از مثلا اسلام باعث چیز باشه، اسلام باعث به اصطلاح اکستریمیزم باشه. ولی اینا به هر حال تونستن واقعا یک جور اسلاموفوبیا ایجاد بکنن و الان هم توی این قضیه غزه هم نراتیو اینا اینه. اینا مثلا صحبت میکنن میگن که ما مجبور هستیم برای میگم با این ویروس اکستریمیزم اینجوری مبارزه کنیم. به قول یکی گفتش که اگه کسی ویروس داشته باشه، ما اون فردی رو که ویروس داره رو در واقع سعی میکنیم بنیهش رو تقویت کنیم تا بدنش با اون ویروس مقابله بکنه، نه اینکه مثلا آدم فرد مریضی رو که ویروس داره اینقدر بزنیم تا بمیره. و الان اینا دارن از این شیوه استفاده میکنن واقعا. خب اگر
اگر سوال ممکنه ایجاد بشه که اگر اکستریمیزم در اثر ایدئولوژی نیست، نتیجه ایدئولوژی نیست چیه؟ خب البته که تحقیقات نشون میده خیلی از عوامل بستگی دارن، خب میتونن مثلا نقش داشته باشن، که عامل اصلیش البته عوامل اقتصادی در درجه اول، اجتماعی و سیاسی و اینهاست. ولی یکی از چیزهای دیگه هم که به نظر من کمتر بهش پرداخته شده چون نسبتا موضوع جدیدتری هستش، مسئله تراماست و اینکه تراما چجوری آدمها رو تحت تاثیر قرار میده. خب یه نسبتا چیزهای جدیدی هستش، ولی به طور مشخص یه تحقیقاتی وجود داره در مورد اینکه آیا مثلا به فرض این violent extremism ربطی به تراما داره یا نه. مثلا یه مطلبی از تراما اکسپوژر اند رایت وینگ اکستریمیزم که مولینز و مثلا اتال یه سری کسای دیگه اومدن یه تحقیق انجام دادن تو سال 2019 و ثابت کردن که بله تراما میتونه اکستریمیزم ایجاد بکنه. یعنی این تحقیق با چیز نشون میده که رابطه خیلی روشنی وجود داره بین اینکه شما تراما ایجاد بکنید اکستریمیزم رو افزایش میدید. یا یه دوباره تو سال 2019 یه تحقیق دیگه ای هست رابطه بین PTSD یا همین باز تراما با چیزو نشون میده، افرادگرایی رو نشون میده. دوباره این تحقیق هم باز دوباره مثلا چند تا به اصطلاح تحقیق کننده روش کار کردن، یه تحقیق بزرگی بود و اونم باز دوباره اینو نشون داد که اون چیزی که افرادگرایی رو ایجاد میکنه میتونه باشه یه نقش، یه رابطه خیلی مستقیم داره همین PTSD یا همین اختلال استرس پسا تراما دیگه. بعد یا مثلا تو سال 2017 هورگن اتال باز دوباره یه تحقیقی کردن در مورد همین رابطه بین رایت وینگ اکستریمیزم و با PTSD و اونجا هم باز دوباره به این نتیجه رسیدن که هر چقدر به قول معروف تروما بیشتر بشه این اکستریمیزم افزایش پیدا میکنه. یعنی تحقیقات زیادی اینو کاملا نشون از اگه یعنی با یه عینک علمی به این مسئله نگاه بکنیم، ایدئولوژی اکستریمیزم ایجاد نمیکنه. حداقل تحقیقات علمی اینو نشون نمیدن. این نشون اون چیزی که اکستریمیزم ایجاد میکنه تراماست. و من میگم که اگه دقت بکنیم به این که اگه تاریخچه این کلن استعمار رو تو منطقه بهش توجه بکنیم، بعد همین تو همین 75 سال چه بلاهایی سر مردم فلسطین اومده، بعد خیلی روشن میشه که خیلی طبیعی هستش که یک نیروی اکستریمیست به هر حال بشه نماینده مردم فلسطین. البته من فکر میکنم که خب خیلی فاکتور رو باید بررسی کرد، نمیخوام بگم تراما تنها دلیله، ولی یکی از دلایلی که کم بهش پرداخته میشه این مسئله است. ببینید تراما و مسئله، میگم نسبتا آگاهی در تو تراما مسئله‌ای که خیلی چیز نیست، یعنی مسئله نسبتا جدیدی هستش. من حدود 15-16 سال پیش که مثلا اینجا و یکی از همکاران به قول معروف گفتش که ما میخوایم اینجا تمام پروگرام های کر مثلا به فرض کلگری رو تراما اینفورم بکنیم، حتی مثلا برای پزشکا اینا چیز گذاشتن، دوره تراما اینفورم گذاشتن. اون موقع برام خیلی عجیب بود که مگه میشه آدم پزشک باشه مثلا نفهمه تراما چیه، چرا اینقدر تاکید هست. بعدن اینو مثلا اومدن رو آموزش و پرورش توی تمام این بسیاری از این نان پروفیت اورگانایزیشن ها اینا دوره هایی گذاشتن تا مثلا بکننشون تراما اینفورم، به خاطر اینکه اون برداشتی که ما یعنی اون شناختی که نسبت به تراما وجود داره تحقیقات قبلی خیلی خیلی کاور نمی‌کرد واقعا همه جوانبش رو. بعد که بیشتر تونستن روش مطالبه کنن به یه جوانبی رسیدن که دیدن چقدر میتونه تغییر ایجاد بکنه. مثلا چه می‌دونم سنسیتیویتی آدم رو نسبت به محرک‌های حسی چقدر تغییر میده و چقدر شناخت و نحوه برخورد اصلا کلن کنش مغز رو چقدر متفاوت میکنه، اون تعجیلی که ایجاد میکنه، اینکه بیشتر آدم توی اون حالتی قرار میگیره که همش به قول من فقط به فکر سوروایولش هست و اینا چه تأثیراتی میذاره. خب خیلی بیشتر روش بررسی شده، برای همینه که میگن نمیشه مثلا بدون در گرفتن این پزشک خوبی بود، نمیشه بدون در گرفتن این روانشناس خوبی بود، نمیدونم پرستار خوبی بود، چه میدونم حتی سوشیال ورکر خوبی بود. اینها این مسئله رو به قول معروف توی این به این شکل مثلا دارن هی روش کار میکنن، ولی توی عرصه سیاسی به این زیاد پرداخته نمیشه
که اگه ما واقعا مثلا میخواییم با یه پدیده مثل اکستریمیزم مقابله بکنیم، همش میرن تحلیل های اینو میکنن که اینا این کار رو کردن و اون کار رو کردن، بدون اینکه به این بپردازن که خب شما این وضعیت رو ایجاد کردید، خب به شکل طبیعی خب این بازخورد رو خواهید دید و در واقع با این روش هایم که الان دارید استفاده میکنید، عملا شما دارید به هر چقدر بیشتر به اکستریمیزم چیز میکنید، دامن میزنید. و من فکر میکنم که اگر این آگاهی توی دنیا ایجاد بشه بیشتر، دیگه این استفاده اینا از این حربه که ما برای مثلا کنترل کردن اکستریمیزم و نمیدونم افرادگرایی و بنیادگرایی و فلان اینا داریم این کار رو، این همه مثلا چه میدونم این همه هزینه میدیم، این همه سالی 3.8 میلیارد دلار میفرستادن این اواخر، تو همین یه ماه اخیر دوباره یه چیز 14 میلیارد دلار دیگه هم تصویر کردن که به اسرائیل کمک کنن. با چه بهانه‌ای؟ با بهانه این که دارن مثلا به فرض با اکستریمیزم اونجا مقابله میکنن، در صورتی که مردم دنیا باید بدونن که اکستریمیزم رو اینا دارن در واقع با این پول ها، بیشتر هم پول تکس مردم از اینجا میگیره، مردمی که خودشون با بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، این همه فقر افزایش پیدا کرده تو اینجا، اینا رو به جای اینکه مدیریت بکنن در واقع صرف این میکنن که اونجا هی بیشتر این شرایط رو تشدید بکنن و بدتر بکنن، و در واقع از اول هم کلن بهانه شون بوده. و این آگاهی دادن به نظر من مهم هستش. به هر حال ببخشید، یه صحبتی هم فریبا جان کردم که الان متاسفانه اینجا نیستم، البته من قبول دارم خب یه سری چیزایی گفتن که یه کمی باشون اختلاف نظر داشتم، و اینکه گفتن خب ایدئولوژی غربی کلن از برگشتن به اینکه از ارسطو و افلاطون و اینا، من راستش بخواد یه کمی با اون چیز داشتم، و اینکه به نظر من نمیشه اینا رو اینطوری نگاه کرد. یعنی بازم توجه داشته باشیم که به هر حال تمام اندیشه ها هی رشد کرده و پدیده ها رو به هر حال توی یه بستره تاریخی ببینیم. و من فکر میکنم که این امتیاز مثلا چه میدونم ایدئولوژی یک طرف به یه طرف نیست، بیشتر همین مسئله من اول در درجه اول از مسائل اقتصادی و ایناست، بعدم این که خب توی این برای در اختیار گرفتن منابع بیشتر و به اصطلاح سوء استفاده، یعنی از امکانات و از ثروت اونها چجوری تراما ایجاد کردن، باید ببینیم که اون نتایجش حتما باید بررسی بشه تا بتونیم خیلی از این رفتارهایی رو که الان شاهدش هستیم بهتر درک بکنیم. ببخشید طولانی شد، میبندم. خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم، به خصوص با این صحبتی که شما فرمودین، این یک لغت جدیدی اضافه شده، WCWP Wounded Child Without Parents. اینقدر بله. تعداد نوزادا و بچه هایی که تمام خانواده اصلی که چی تا دایی و عمه و خالشون هم از دست دادن، این ترامایی که به این شکل ایجاد شده، چه مثل واقعا مثل رادیو اکتیف که اشعه از تا سالها بعد میمونه، این فجایع واقعا این زندگی بچه ها رو به هم میریزه دیگه. یعنی ما DNA آدم ها رو تغییر میده، تراما. اولا که ما باید این جنریشنال تراما رو بهش توجه داشته باشیم، DNA آدم ها رو حتی تغییر میده. یعنی اینا نه تنها الان این نسل و این دارن به قول معروف نابود میکنن، حتی برای آینده بشریت دارن یک شرایط ایجاد میکنن که معلوم نیست که اون آینده واقعا به چه شکل باشه با این تراماهایی که داره ایجاد میشه. بله. من هم یه نکته راجع به این صحبت راحل خانوم میخواستم بگم. یادتون باشه که پروتکل دو، الحاقی دو هنوز مونده، ولی من این نکته رو بگم. اون چیزی که راحل خانوم شما الان توضیح دادین، بیشتر ایجاد تراما در طرف ویک کانفلیکت ها هست. یعنی کانفلیکت ها یا بین دو تا ابرقدرت صورت میگیره، یا اینکه بین یک قدرت مثلا استعماری، یا به قول همین حالا پروتکل های ژنو استفاده کنیم، یا دولت استعماری، یا دولت ریسیست، یا دولت آکیوپایر به اون در واقع مظلومین و افرادی که ضعیف‌تر هستند صورت می‌گیره.
اون حالت ترامایی که شما میفرمایید وقتی وجود میاد که اون طرف قدرتمند شروع میکنه، حالا من از دید گیم تیوری بهش نگاه میکنم، طرفی که قدرتمند قدرت خودش رو نگاه میکنه میگه من چرا به این مثلا طرف ضعیف چیزی باجی بدم، از زور استفاده میکنم و میره وارد گیم آف چیکن میشه، یعنی شروع میکنه از زور استفاده کردن. حالا اگر که در اون طرف ضعیف قدرت دفاع از خودش نداشته باشه میشه subject to tyranny، یعنی مورد ستم قرار میگیره و تراما درش به وجود میاد. و اگر هم که قدرت در خودش قدرت دفاع ببینه، یعنی این طرف قدرتمند که گیم آف چیکن رو شروع میکنه و شروع کنه از زور استفاده کردن، اونا هم armed conflict را بندازن و بیفتن تو پروتکل یک، بازم دچار تراما میشن، چون در جنگ بین قوی و ضعیف اون که ضعیفه بیشتر دچار تراما میشه. حالا هرچند که این همه سربازای آمریکایی که طرف قوی بودن هم همشون ده ها هزار نفرشون دائم دارن تریتمنت پی تی اس دی میگیرن، چون من خودم میشناسم کسایی که دکتر پی تی اس دی هستن در آمریکا و 20 سال بعد از جنگ عراق هنوز دارن مریض پی تی اس دی جنگ عراق میبینن. این ولی این در طرف چیز در طرف ضعیف تراما، ولی در طرف قوی به نظر اون چیز باعث اکستریمیسم میشه فرق میکنه. یعنی خب دولت نتانیاهو چرا اکستریمیسته؟ چرا هم اکستریمیست در نشنالیزمه، هم اکستریمیست در ادعاش در قبول نکردن سازمان ملل، اکستریمه که میره آمریکا به رئیس جمهور آمریکا محله میذاره. اینا رو هم به نظر من، حالا شما روانشناس هستین ولی من از نظر جامعه شناسی پیشنهادی که میکنم این هستش که من یه جمله بهتون بگم دلیلش چیه. این به نظر من مردم بقای خودشون رو در خطر میبینن، اونا بقای منافعشون رو در خطر میبینن. در هر دو صورت به نظر من مسئله بقاست، بقای قدرتشون، ولی تراما نیست. یعنی ببینین این به نظر من اون طرف قدرتمند خود قدرت، یعنی اون دینامیزمای اش اکسپریمنت و این حرفا میاد وسط. یعنی طرف خودش که قدرتمند میبینه این دینامیزم قدرته که اصلا به اینا یک اروگنسی میده که اینا رو میبره به سمت اکستریمیزم. اکستریمیزم از نظر نظامی، اکستریمیزم از نظر قبول نکردن قوانین، خود رو برتر از قوانین دیدن، این حرفا. من آره فکر میکنم که شما بتونه اینو به اون آزمایشات روانشناسی که مربوط به تفاوت قدرت میشه، یعنی در طرف قدرتمند اصلا تراما هم طرف نداره، ولی اروگنسی درش وجود میاد و کوری های ناشی از قدرت که بالاخره روانشناسا اول کشف کردن و بعدم تو روانشناسی اجتماعی و کامیونیکیشن و اینا مطرح شده دیگه. آقای دکتر اگه یک نکته ای را توی این رابطه که شما میفرمایین به نظر من رسید، من یه مقاله میخوندم در رابطه با اینکه سربازای اسرائیلی در این به خصوص در حملات ما که در طی این سالهای اخیر ما به صورت مداوم، چون این حالا بعضی از اوقات مثل الان خیلی مشخصه ولی اینا دائما حتی به صورت روزانه تو پستایی که هستش رفتارهای غیر انسانی که با فلسطینی ها دارن در خانواده های خودشون هم منعکس شده. یعنی یه مقاله بود راجع به این که دامستیک وایلنس، نمیدونم کشتن زناشون، اینا این از این اتفاقا هم میفته. یعنی آنچنان هم نیست که اون طرف بی نصیب بمونه. یعنی باز دوباره ببینید اون طرفی که در طرف قدرتمند هست دچار بیماری های ناشی از قدرت میشه و اون وقت نمیتونه بین فلسطینی و زنش و بچهش و اینا دیسکریمینیت بکنه. من کلا منظورم رو بخوام خلاصه بکنم این هستش که دینامیزم به وجود آمدن اکستریمیزم رو باید گفت اکستریمیزم در دو کدوم طرف. اکستریمیزم هم طرف قدرتمند وجود داره، هم طرف شکلش فرق میکنه، هم شکلش هم دینامیزمش، یعنی دینامیزمش یه چالت یه قده سرطانی داره که به هر جهت یک حالت نابود کننده و چیز داره دیگه. بله، ولی در طرف قدرتمند دینامیزم همین احساس و قدرته که اینا رو میبره به سمت اکستریمیزم و کشتارهایی که در طول تاریخ انجام شده توسط همین قدرت‌های کلونیال
یا آکیوپایر و این حرفا، به نظر من اون قدرت های آکیوپایر و اینا رو باید رفت دنبالش رو تو روانشناسی قدرت و اروگنس ناشی از قدرت دید. حالا این به یه کامنتری بود که حواسمون همیشه باشه که اکستریمیزم فقط در طرف ضعیف اتفاق نمیفته، اتفاق اول در اون طرف قوی اتفاق میفته که در واقع عامل این تراما برای طرف ضعیف اروگنس و در واقع اکستریمیزم در طرف قوی است. وگرنه اون طرف قوی اگر که با ملایمت رفتار بکنه و اکستریمیست نباشه، در طرف ضعیف هم اکستریمیزم و ترامایی که رایل خانم گفتن به وجود نمیاد. من اگر اینجا قبل بگیم... از اینکه شما پروتکل دو رو بگین، ما نظر آقای حمیدم که تشریف آوردن بالا بشنویم 5 دقیقه بعد پروتکل دو رو بشنویم. بله حتما. آقای حمید شما نظرتون رو میخواین؟ با سلام خدمت دوستان عزیز. ولی یک توضیح خیلی خیلی به قول معروف کوتاهی میخواستم به این چیزی که طرح شده در رابطه با یه سری از این ترمینولوژی هایی که این برخی از این افراد سیاستمدار یا روزنامه ها و مجلات میدن به جریانات سیاسی، این که طرح کردن این که اینا بنیادگران فوندامنتالیست هم نمیدونم اکستریمیست هم فلان اینا، بعضی موقع آدم تعجب میکنه. یعنی مثلا یه کسی مثل خود نتانیاهو واقعا این بنیادگرانی اکستریمیست نیست؟ یعنی یه سری چیزا که فقط آمادن انگار که مثل این یارو قالبای بستنی هست همه درست کردن، این یخه رو بذار آب بذارم توش قشن میشه، آلاسکا در بیارم بدم دست مردم، این چوبشو همه چیشو آماده دارن قالب رو، در صورتی که این برنامه اینی که از اولش هم واقعا مبارزه اجتماعی هر موقع که صورت گرفته بر علیه یه قدرتی به لحاظ روانی خواسته اونو بکوبه، به لحاظ روانی خواسته اونو تحقیرش کنه. خیلی خیلی نزدیک بیاریم که مفهوم بشه، مثلا شما نگاه کنید اون موقع که مانیفستو مارکس و انگلس نوشتن دادن بیرون، ببینید در مورد مانیفست چی میگفتن. اینا اشتراکی هستن، اینا میخوان زنها رو اشتراکی کنن. یعنی اون چرا که فضای مذهبی جامعه تو اون موقع وجود داشتش اینا رو هی سر میدادن، مثلا اینا میخوان این کارا رو بکنن، در صورتی که فقط مسئله مبارزه اجتماعی این مردم بوده برای عدالت. یا مثلا شما تو خود ایران ما میای ببخشید معذرت میخوام، تو مشروطیت چه اسمایی میذاشتن برای مردمی که میخواستن مبارزه کنن، یا دورانی که ما خودمون نوجوان بودیم، آقا اینا خرابکارن، اینا عقده‌این، اینا کامپلکس دارن، اینا یه مش مردمان فلانن، یا مثلا دوره فرقه دموکرات اون موقع سالهای 24-25 اینا عملن. یعنی یه سری عباراتی بوده که خود اینا درست میکردن فقط برای تحقیر کردن اینا. مثلا خود همین سر تروریسم اسلامی، اولین کسی که در تاریخ سیاسی اینو طرح کرد خود همین نتانیاهو بود. وقتی برادرش جاناتان تو انتبه کشته شد، تو اون رفته بودن برای نجات دادن اون گروگانا رو اینا، یک کنفرانسی بوده تو نیویورک سال 76 بوده یا 75، 1976-75، تو اون سمیناری که تو نیویورک بوده اولین بار نتانیاهو به کار میبره، میگه اینا تروریستای اسلامی هستن. و جالبه بعد اون سریع تو ایرانی میاد ترجمه میشه اینا مارکسیستای اسلامی هستن، و این شروع میکنن با این، یعنی درگیری که به طور مشخص نتانیاهو یا اسرائیلی تو اون منطقه داشتن، شروع میکنن به تحقیر کردن مسلمان ها. و هرچی که پیش میره و بعد داستان به اونجا میرسه، اینقدر اینا به قول معروف دوراندیشی نداشتن، اینقدر کنزه بودن، اینقدر به قول معروف حماقتشون رو سوار کرده بودن به زرنگیشون، فکر میکردن مثلا با یه بخشی که تو کره زمین چند میلیاردیه میشه با این ادبیات
با این مردم برخورد کرد، به طوری که اینا حتی از گروه های سیاسی بریدن اومدن در سطح جوامع عناوین رو میدادن به کل اونایی که تو سوریه بودن، به کل اونایی که تو عراق بودن، به کل اونایی که تو افغانستان بودن. و هرچی که پافشاری میکنن سر این مسائل، نفرت این بخش رو بیشتر بر علیه خودشون دامن میزنن. یعنی اصلا به قول معروف عقل و دوراندیشی هم ندارن که تو اگه میخوای با یه گروه مشخصی برخورد کنی، یک دفعه نمیای یه حجمی به این بزرگی رو بر علیه خودت سازمان بدی. تو که خودت میدونی، همه دنیا هم تو که نمیدونی تمام مسلمانای کره زمین رو حذفش کنی که. حالا ممکنه چهار تا گروه سیاسی رو وردارید و فلان کنید برمون کنید، ولی همه مسلمانای دنیا رو که تو نمیتونی از بین ببری با این عناوینی که میدی. ولی خودشون با تناب خودشون دارن خودشون رو دار میزنن دیگه. یعنی هیچ افقی، واقعا هیچ افقی برای اینا به قول معروف پیدا نیست که بتونن از این داستان عبور کنن، غیر از این که هرچی که میگذره توده های وسیع مردم در سطوح مختلف تو کشور مختلف بر علیه اینا دارن سازماندهی میشن، نظر میدن، شکل میگیرن. و اصلا در عرض یک ماه اینا تونستن یک تنفر جهانی رو نسبت به خودشون سازمان بدن. سابقه نداشته. شما بگید مثلا به تمام مردم کره زمین آقا یه رژیم کودک کشه، اولین چیزی که تو ذهن مردم نقش می‌بنده اسرائیله. چه تو شیلی باشه، چه تو آرژانتین باشه، چه امریکا باشه، چه کانادا باشه، چه آلمان باشه، چه فرانسه باشه. فضایی که اصلا آوردن، میگم بیشتر از این که آدم به این ترمینولوژی های علمی اینا توجه کنه، به این فضای زردی که اینا به وجود آوردن تو مدیا، یعنی همه مدیا رو زرد کردن. و تردید نداشته باشین که باید هزینه این به قول معروف این کار و این رفتار و این انگیزه رو اینا باید بپردازن بیگ تایم، خیلی. ولی اینو صمیمانه و صادقانه بگم، من اصلا نه میخوام نه آرزو میکنم نه میل دارم، چون دیدم من اینو تو آلمان و جاهای دیگه دیدم. امیدوارم برای خودشون یه هولوکاست دیگه درست نکنن، چون بیشتر از اینه که هولوکاست رو یه سری درست کنن، وقتی بک‌گراندشون رو میبینی، میبینی توی یه سری جوامع واقعا این رفتار رو با اینا داشتن، فقط به فقط تو به خاطر یه سری کنش‌های خودشون. از رمان دونارام بخونی، زمین و آباد بخونی، فضایی که رمانایی که تو لهستان شکل گرفته، بابا قتل‌عام‌های وحشتناک از اینا می‌کردن به اسم پوگرام و اینا، و بیشترش هم خودشون بودن. من تموم، متشکرم فرصتی که دادید. خیلی ممنون. من یه جنبندی بکنم واسه خانم. به نظرم حمید آقا یک دایمنشن دیگه ای رو به این آنالیزی که راهل خانم گفتن و من یک ادندوم بهش اضافه کردم. ببینین این در واقع حمید آقا نکته ای که میگن که بابا اصلا این برچسب اکستریمیزم به اون دستی که مثلا اکیوپای شده یه برچسب علکیه، اصلا شاید ریسپانس، یعنی طبق همین پروتکل یکم اون کسی که داره با اکیوپیشن، ریسیزم یا کلونیالیزم میجنگه که این نچرال ریسپانسشه، این کلونیالیزم نیست، پروتکل یکم ازش حمایت میکنه. در واقع تا اینجاش که نباید اصلا اسمشو اکستریمیزم گذاشت، اون کسی که داره با مثلا یه حکومت نجات پرستی برخورد میکنه حواسمون باید باشه. یک، اصلا این اکستریمیزم ممکنه لیبل باشه. دو، این اکستریمیزمی که حالا ممکنه به وجود بیاد، یعنی فرض کن اون فردی که داره آرم رزیستنس میکنه بر علیه کلونیال و اینا، اگر ممکنه که بیش از حد افراط کنه در استفاده از فورس، اون چیزی که من اضافه کردم این بود که حالا فرض کنیم هم که این ترامایی که در اون فرد اکیوپاید به وجود میاد، باز علتش حواسون باشه که یک اکستریمیزمی در اون طرف قدرتمند وجود داره که ناشی از کوری این فردیست که ناشی از قدرتش
فهم میکنه من حقیقتی دیرم خواست میتونم بکنم و در این فرد محکوم ضعیف مورد اشغال قرار گرفته و غیره رفتاری رو تحریک میکنه که نه تنها اون طرف از خودش آرم رزیستنس نشون بده، بلکه دوتا کار عجیبتر از اونم بکنه. یعنی اینا شد سه تا دایمنشن. و اون تیکهی که من میگفتم همین آقا میگفتم که در واقع حواسمون باشه که مسئولیت اول این اکستریمیزم برمیگرده توی روی شونه اون طرف قدرتمند در یک برخورد مسلحانه، که اون طرف قدرتمند دینامیزم کوری ناشی از قدرت باعث میشه که حرکت‌های اکستریمیستی بکنه و در واقع این سیکل معیوب رو که منجر به وحشیگری بیشتر و بیشتر میشه، ما باید ریشه‌اش رو در طرف قدرتمند ببینیم. و فکر میکنم الان با صحبت حمید آقا دیگه این ویل راوندد شد، یعنی از همه طرف بهش نگاه کرد. ببینید پس یه چیز نمونه خیلی خیلی مشخصی که الان شما گفتی به ذهنم رسید به شما بگم. ببینید توی ایران زمان شاه یه سری کتابای روانشناسی ببینید مثلا در رابطه با روانشناسی کودک و خانواده و این چیزا، آقای یادم دکتر مهرین بودش، یه اتوریته بود و استاد دانشگاه بود و اینا میداد بیرون و یه سری کارهای انجام میدادن و فلان اینا. بعد اومدن همین روی اینا بیشتر توی این روانشناسی که تشویق و ترغیب طبقه فرادست جامعه را انجام میدادن، یه حالت تحقیرآمیزی نسبت به طبقات فرودست داشتن، یه حالت خیلی بدی وقتی که چیزها رو مثلا تکستای این کتابا رو دنبال میکردی مسائل. یا مثلا شما میگی یه سریالی آوردن به اسم هامی و کامی، نمیدونم به یادتون میاد نه، ما اون آقای نادر ابراهیمی بود. ما که توی توده وسیع بچه های طبقات فرودست بودیم، ما جذب یه کتابی که امروز من واقعا چند وقت پیش داشتم ورق میزدم، خب با ذهن و چیز امروز ما خیلی نگاه میکنی کندکاف در مسئله تربیتی مال صمد بهرنگی، یعنی یه اثر درخشانی نبود، یه نبوغ عالی نبود، یه فقط واکنشی بود به این همه فشاری که به این مردم فرودست، به این بچه های فرودست می اومد. ما جذب این کتاب می شدیم، مثلا توی لیفه تومونمون یواشکی این کتاب رو قایمکی به همدیگه می دادیم می خوندم همین. بعد جالبه تمام اون بچه هایی که طبقات فرودست بودن این کتاب رو خونده بودن، به محضی که اینا وارد دانشگاه می شدن سریع استارت می زدن، یا مجاهد می شدن یا فدایی. یعنی ببین خود اینا با حرکات احمقانه، با حرکات واقعا نابخردانه، چیزی که افق نداره، برای خودشون یه مردمان رادیکالی رو درست می کردن. از 10 تا بچه‌ای که مثلا تو فنی می رفت، تو علم و سنت می رفت، تو سنتی آریامهر می رفت، تو دانشگاه ملی می رفت، توی سال اول 50% اینا به صورت سمپا جذب این سازمان ها می شدن. شاید باورتون نشه، مثلا ما موقع دانش آموز بودیم، ما اینا می رفتیم کو این نشریات و اینا رو همه رو می دیم، اینا سازماندهی شده پشت مثلا تو صخره ها گشتن اینا، و تمامش هم به خاطر همین فضای توهین و تحقیری بود که به ما می دادن. و این عملا جامعه رو می برد به سمت یک رادیکالیزم کور. به همین خاطر خیلی زود این شعله ور شد، خیلی زود گرفت. و این چیزی هم که میگم الان منطقه اختیار افتاده، حالا دست مثلا ما باید CNN ببینیم، فاکس نیوز ببینیم، NBC ببینیم، CBS ببینیم، نه من BBC ببینیم، فلان ببینیم، هیچ کدوم اینا یه مبنای علمی و درستی نداره هیچ کدومشون. یعنی اگه 4 تا آدم استخونداری که واقعا دنبال میکنن مثلا توی کلاس، نه مثل آقای جلال ایجادی و یا فلان کس و فلان کس که اصلا هیچ بویی از جامعه شناسی هم نبردن، یه کسی مثلا تو کلاس رفتار امیرحسین آریانپور بدن، وقت به شما میگم چطوری کالبو چکافی میشه، چطوری میشه نشون داد از این مرحله واقعا
بدون یه جنگ و قتل عام و خونریزی میشه عبور کرد، منتها نه اینکه تمام این مدیا رو شما ارنج کنی، سازمان بدی، آرایش بدی بر علیه این مردم بدبخت بیچاره ای که غیر از واقعا بدبختیشون هیچی ندارن دست بدن. من تموم، ممنون. خیلی ممنون از لطفتون. از بله، این فجایعی که به غیر از فشارهای سانسور و غیره، زندگی اون زمان هم متاسفانه جوانای امروز اطلاعاتشون کمه، برای اینکه تاریخ ها همیشه کسایی می نویسن که روی قدرت هستن. من باز یه خاطره کوچولویی رو میگم. یه خانم ابوالحسنی یه کتابی درست بعد از انقلاب داد من گرافیکش رو بکنم، بچه های قالیباف، و عکسایی که این در واقع یک چیز تحقیق دانشگاهی بود، اصلا با اینکه ما توی دانشگاه صنعتی شریف که بودیم دائما مسافرت میکردیم به دهات و جاهای مختلف قبل از انقلاب. بله، قبل از انقلاب. بله، مسافرت میکردیم. درست من سال 58 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه صنعتی، و یکی از این کتابی را که دادش اصلا فاجعه بود. یعنی اینا بچه های کوچیکا توی گونی شب میبستن، میذاشتنشون تو گونی میبستن که فرار نکنن، و صبح اینا باز باید میامدن. نمیدونم با اتاقای قالیبافی آیا شما آشنایی دارید یا نه. اتاقایی هم برای اینکه رنگ ها طبیعیه، نور نیست، تمام اینا راشیتیسم دارن. بچه هایی بودن که دخترهای جوان 12 ساله 13 ساله، استخونا نرم، بدنا دفرم شده. اصلا من هنوز هم که بعد از این 40 سال از انقلاب گذشته واقعا با شما دارم اینا میگم. این عکسا که من روی اون عکسا کار میکردم برای این خانم ابوالحسنی که این تحقیق دانشگاهی رو انجام بده، واقعا بدنم میلرزه که چطوری این بچه های کوچیک رو تو گونی میذاشتن شب، و صبح اینا باید میامد قالی بافی میکردن از صبح تا شب، و معلوم نیست چی میخوردن، و قیافه یه مثلا یه دختر 30 ساله اینه پیرزن 70 ساله دیگه شده بود، دفرمه. خب همینا باعث میشه. آقای دکتر میخواین پروتکل دورم بفرمایید؟ آسوده جو، من اگه اجازه بدین یه وقتی میخوام، چون آقای حمید یه چیزایی گفتن که حتما لازم دارم. خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم که در مورد اینکه یک جور یه موقعی هست ما داریم یه سری واقعیت‌ها رو صحبت میکنیم در موردش، اینکه درسته درست نیست، حالا اونو میشه چیز کرد. وقتی من گفتم که دنیای سرمایه‌داری سعی میکنه در واقع این تصور رو ایجاد بکنه که توی خاورمیانه مردم و حکومت‌ها مثلا چیز هستن، نمیدونم اکستریمیستن، فلان اینا هستن، و مواد برای به خاطر دموکراسی، این چیزی که اونا دارن ارائه میدن. من نگفتم که من احساس، مثلا به فرض اگه مقایسه بکنیم بین حماس یا نتانیاهو، مثلا فکر میکنم که نتانیاهو اکستریمیست نیست و حماس اکستریمیسته. به هیچ وجه من فکر رو نمی کنم. و اتفاقا یه چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما توجه داشته باشیم تو خود همین دنیای سرمایه داری هم وقتی میخوان برای مقابل، برای اینکه با آدمهایی که تراما دیدن باید چه کار کرد، روشهایی که استفاده میکنن، مودالیتی که تکنیکهایی استفاده میشه، قوی ترین تکنیکی هستش که بهش میگن دیالکتیکال بیهیویر تراپی، DBT.
توی این دیالکتیکال بیهیویر تراپی که از در واقع از دیالکتیک گرفته شده، یکی از چیزایی که کمک میکنن به آدم ها بهش توجه میکنن همون میگم اصول اولیه در واقع همون دیالکتیک هستش. من به عنوان کسی که خب انقدر این سعادت رو داشتم که توی نوجوانی در واقع با این مفهوم دیالکتیک آشنا شدم، طبیعتاً اینو میتونم چیز کنم که بفهمم که یک نیروی این حماس توی یک روندی از اون لحظه پیدایشش تا این لحظه که الان عمل کرده به این به اینکه به عنوان میگم نماینده مردم فلسطین عمل کرده چه تغییراتی کرده، توی این پروسه اینو میبینم و یه سری واقعیت‌هایی رو که به هر حال این نیرو توش داره رشد میکنه اینها. و من منظورم این نبود و اینو اول توضیح بدم. این صحبتی که آقای دکتر کردن که مثلا ما یه افرادگرایی تو حکومت‌ها داریم، اونم باید اون روانشناسی قدرت هستش، من دوباره برمیگردم میگم حالا البته این احتیاج به بحث زیادی داره، تو هر دوتاش مسئله سوروایواله، یکی سوروایوال منافع، یکی سوروایوال حیاته، میدونید یعنی در واقع اون این دوتا با هم دیگه اینجا تعارض دارن، میشه اینو بررسی کرد. ولی اونجا این چیزی که باعث شد که بگم حتما باید میکروفون رو بگیرم و یه صحبتی بکنم اینه که ببینید اتفاقا من واقعا توی صحبت‌های اگه شاید اشتباه بکنم ولی صحبت‌های آقای حمید عزیز یه جور انگار که روانشناسی یک وسیله برای کمک به تحقیر مردم و بعد مثلا از اینجا شروع کردم. من میگم که این خیلی مهمه ما توجه داشته باشیم، روانشناسی هم مثل بسیاری از علوم خب یه روندی طی کرده و اتفاقا الان ابزاری هستش که نیروهای مردمی خیلی خیلی باید بیشتر بهش توجه بکنن، میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. ناتو به این نتیجه رسیده که از روانشناسی و عصبشناسی که الان در واقع به هم خیلی نزدیک هستن استفاده بکنه و یک کارزار جدید ایجاد بکنه و بسیاری از این کارهایی که دارن پیش میبرن اتفاقا با کمک همین کاگنیتیو وارفر هستش. ولی متاسفانه نیروهای چپ، نیروهای مترقی دنیا، اسم روانشناسی هم که میاد بینوشونو میگیرن و این خیلی دردناکه. یعنی یک چیزایی که من خیلی بهش اعتراض دارم و فکر میکنم اتفاقا باید باش مقابله کرد. از زندگی آریانپور اسم بردن. ببینید شما نگاه کنید، ببینید آریانپور هم در تو فرویدیسم نوشت، زنده یاد تیزابی هم در مورد فرویدیسم نوشته بود. خب این آریانپور از این چیز برخوردار بود که میگم اینو خیلی باز کنه و اتفاقا به جنبه های مثبتش هم بپردازه، ولی خب یه سری هنوز من فکر میکنم همون نوش نگرش تیزابی رو به مسئله مثلا فرویدیسم دارن. در رابطه با این مسائل هم گفتن اینکه آقا اصلا کلن روانشناسی همش در خدمت قدرت بوده، من میگم من منکر نیستم که سرمایه‌داری داره از روانشناسی بیشتر استفاده میکنه، ولی این تقصیر روانشناسی نیست. اتفاقا ما باید توجه بکنیم روانشناسی یه علمه و علم رو مردم میسازن. آخر سر علم نتیجه یه سری تحقیقاته و اتفاقا من تمام تلاشم تو تمام این صحبت هایی که میشه اتفاقا همین بوده که اگر ما مثلا همین پدیده تراما رو به شکل علمی بشناسیم، به نظر من این موضوع فلسطین و اسرائیل رو خیلی بهتر میتونیم توضیح بدیم. و این به مفهوم این نیستش که مثلا من چه میدونم درد، یعنی متوجه نیستم که چجوری اینا ازش دارن استفاده میکنن، ولی میگم اتفاقا از ابزار خودشون باید علیه خودشون استفاده کرد. اینا دارن به مردم دنیا اینو القا میکنن که این حکومت ها عقب مانده هستن، این حکومت ها اکستریمیستن. خب من میگم و مردم دنیا هم بیشترشون به هر حال تحت تاثیر این کورپرات مدیا بالاخره یه چیزایی رو میبینن، اینا مثلا میان از ولنربلیتی های ذهن انسان استفاده میکنن. مثلا یکی از چیزایی که تراما تو ذهن آدم ها ایجاد میکنه اینه که پرپورشن ها رو از دست میده، یعنی نمیتونه قدرت تشخیص اینکه هر پدیده اون پرپورشن اهمیتش چقدر رو تا یه حدی از دست میده و از این استفاده میکنن. بعد میان مثلا میگن که خب حالا این نیروی مثلا به فرض چه میدونم افرادگرا اینطوری کشته، ما هم باید بکشیم. بعد میدونین یعنی ما باید توجه به این مسئله داشته باشیم که این آقا شما اگر هم این نیرو اونجوری که شما میگید یه خشونتی از بهش ازش سر زده، شما بودید که این خشونت رو در واقع به ایجاد چیز کردی، بهش دامن زدید.
و شما بودید. میگم یک درستش اینه که ما بریم بگیم چه میدونم مثلا آقا یاسر عرفات که اینجوری با شما برخورد نمیکرد با اشتکار کردید، نمیدونم نیروهای دیگری مترقی رو چجوری سرکوب کردید، ولی یه واقعیتش هم اینه که شما نمیتونید یک سری آدم رو تراما، اون وضعیتی که توی غزه ایجاد کردن که کالری کاونت گذاشتن، نمیدونم آخر سر دستشون تو همین قضیه روبرو رو شد که دقیقا اختیار آب و برق و غذای این زندان بازم دست اینا بود و میتونن پاشون رو بذارن روی اون چیزا و این مردم رو از غذا و آب و فلان اینا محروم بکنن. مردم تو اون نمیتونی شما بگید که مردم رو ما توی این شرایط قرار بدیم بعد انتظار داشته باشیم که چیز نکنن، از خودشون دفاع نکنن، یا رفتاری رو که هر انسان تروماتایزی به طور طبیعی خودش انجام میده رو انجام ندن. به نظر من اتفاقا این پدیده خیلی پدیده مهمیه، لطفا دماغتون رو نگیرید نسبت به روانشناسی. روانشناسی میتونه کمک بکنه به ما و فکر نکنید که حالا مثلا میگم این تقصیر روانشناسی که سرمایه‌داری ازش استفاده کرده، یه کمیش هم تقصیر ماست که نسبت به روانشناسی اینقدر، به نظر من، منظورم به ما که میگم، حالا حداقل من اینو توی واقعا رفقای چپ خودم میبینم متاسفانه که هنوز که همچین برخوردی باهاش دارن و حتی با این که مثلا میگم من هی این موضوع رو مطرح میکنم که مسائل دیگه هم هست ولی باید هم به این توجه بشه، ولی فکر میکنم که با اون نگاه بدبینی به روانشناسی با این برخورد میشه که باید حتما یه کمی باید روش به نظرم بیشتر کار بشه. مرسی، دوباره ببخشید اگر طولانی شد. بله خانم، من فکر میکنم همه ما که اینجا هستیم همه روانشناسا رو دوست داریم و میدونیم که روانشناسا در طرف خوب تاریخ قرار دارن. حالا سوء استفاده هم شده؟ نه البته اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. روانشناس در اتفاقا ناتو روانشناسای زیادی رو استخدام کرده. من توی دوره‌ای که توی یک دانشگاه آمریکا دیدم متوجه شدم که اتفاقا اینا حتی از امریکن سایکولوژیکال اسوسییشن به یه شکلی استفاده کردن برای توجیه یه سری رفتارها توی اون برای در تو اون جنایتایی که تو عراق انجام دادن. اینطوری نیستش که همه روانشناسا خوبن. روانشناسی بیشتر توسط سرمایه‌داری استفاده شده، ولی میگم این تقصیر روانشناسی نیست. برای همینه که ما به دستاوردهای روانشناسی کمی با دقت بیشتری بپردازیم. ما هم از همونجوری که اونا از این چون و همه علوم رو اینا دارن ازش سوء استفاده میکنن، ولی علوم دستاورد مردم هست و باید بهش بها داده بشه. این صحبت من هست. خانم رایلی، من اصلا یه همچین منظوری نداشتم، واقعا میگم. وقتی شما گفتی یه خود شما صحبتتون در واقع یه بار دیگه مثلا ما این ریپلی میکردیم، یه بار دیگه شما بعد از این ریپلی این هست صحبتاتون رو گوش کنید ببینید که در مورد روانشناسی چی گفتید. در واقع مثلا گفتید که با کمک روانشناسی یک کاری میکنن که اصلا این تحقیر رو توی مردم چیز کنن. خب حرف شما اصلا درست، من نمیگم نمیکردن، ولی میخوام بگم که خب ما در مقابلش چی کار میکردیم. یعنی ما مثلا توجه میکردیم، یعنی واقعا به این که البته یه تعدادی کارهای خوبی کردن که بیان مثلا یه مقدار بیشتر چیز کنن، میگم مثلا همین زنده یاد آریانپور، ولی متاسفانه بیشتر هنوز اون روحیه دیگه روحیه میگم حالا زندگی چیزابی رو من نسبت به روانشناسی و روانکاوی و همه اینا هنوزم بیشتر برجسته میبینم و یه حالت هر چیزی که اصلا روانشناسی میگه انگار که مثلا یه چیزیه که حتما توش یه چیزی وجود داره، یک روح سرمایه‌داری وجود داره، با این زاویه باش برخورد میشه. صحبت شما هم یه مقدار اون رنگو داشت. یه بار دیگه گوش کنید و ببینید که شما به نوعی حالا تلویحاً چی میگن مثلا به روانشناسی به نوعی انتقاد کردید یا نکردید. مرسی. من به عنوان یکی که صحبت‌های شما رو شنیدم انتقاد حمید آقا در همین حد انتقاد شما بود، یعنی شما بیشتر از روانشناسی انتقاد کردین تا حمید آقا که چجوری به دست ناتو افتاده و این حرفا. آخه من انتقاد نمی کنم، از در این حال اینم میگم که این پرداختن به این، میگم این جنبهاش رو در نظر بگیریم، این جنبهاش هم در نظر بگیریم. ولی آقای حمید آقا هم بخوان اینو کلریفای کنن. حمید آقا شما نه ببینید، حرف راهله رو من میفهمم. ببینید حرف راهله درسته، یا نمیشه با مخالفت کرد با یه حرف و منطق درست، ولی اصلا منظور قصد من این نبود. بعد یه چیزی رو در نظر بگیرید، تو جامعه ما من یادم نمیره وقتی که
اولین بار به صورت آزاد کتاب پسیکولوژی ایرانی منتشر شد، ما متوجه شدیم توی ایران ما معتبرتر از این اثر به لحاظ روانشناسی اصلا نداشتیم و این اثر رو ایرانی 1314 نوشته بوده. من حرف شما رو متوجه میشم، اون چیزی که توی ایران بود میگم خیلی تو این زمین ها فاجعه باردار بود. زنده باشی دوستان. الان ساعت در ونکوور ساعت 8، ولی در اون طرفایی که آسوده خانم اینا هستن ساعت 11:15. اجازه بدید من پروتکل دورم بگم که کاورج کنوانسیون ژنو تا در ارتباط با وقایع اخیر کامل بشه، دیگران هم که یه وقت مراجعه میکنن یک مجموعه کاملی از پروتکل‌ها داشته باشن و بعد دیگه خداحافظی کنیم قبل از اینکه نیمه شب بشه و کفش‌های سیندرلا به کفش معمولی تبدیل بشه و تمومش بکنیم. موافقین آسوده خانم برم برای پروتکل دو؟ بله خیلی ممنون میشیم که جمع‌بندی بکنید. خیلی هم یادآوری هم می‌کنم می‌کنیم قبل از اینکه شما شروع کنین که اینقدر زحمت کشیده بودین برای این جلسه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینیم پس ما صحبتمون این بود که در اصل کنوانسیون ژنو در اون آرتیکل‌های اصلیش دو تا آرتیکل بنیادی وجود داره، آرتیکل دو که راجع به اینترنشنال آرم کانفلیکت بین کشورها و آرتیکل سه که در واقع نان اینترنشنال آرم کانفلیکت یعنی نبرد مسلحانه‌ای که بین دو تا کشور نیست. بعد این الحاقیه هایی که حدوداً 20 سال پیش 20 سال بعد بهش اضافه شده که میشه حدوداً 45 سال پیش 1977، پروتکل یک کار جالبی که کرده بود این بود که اومده مشخص کرده که اگر یک گروه مسلحانه‌ای داره با کلونیال پاور یعنی با قدرت استعماری یا با قدرت آکیوپایر یا یه رژیم ریسیست نجات پرست می جنگه، این جزء داخلی حساب نمیشه، این اینترنشنال آرم کانفرنس میشه. و دیدیم که پروتکل یک اون چیزهای مهمش رو نگاه کردیم که چجوری کنترل میکنه که آقا شما نمیتونین با این کسی که داره با شما مبارزه میکنه هر بلای سرش بیاری و بگی آقا من همتون رو میکشم، یا اینکه دست جمعی بگی آقا این در واقع ما هر کسی رو گیر بیاریم خواهیم کش، یا اینکه غیر نظامی ها رو جاشون رو جا به جا بکنیم، یا به زنا و صومعه ها و اینا حمله بکنیم، به بچه ها، اینا رو خلاصش گفتیم. حالا این پروتکل یک پس میشه اینترنشنال آرم کانفلیکت و ابهامایی که وجود داشت رو روشن کرد و گفتش که جنگ بین در واقع اکیوپاید و اکیوپایر میشه اینترنشنال لوکال نیست. حالا پروتکل دوش راجع به نان اینترنشنال آرم کانفلیکته، یعنی یک قدرت در یک کشوری در داخل اون کشور یه ده اسلحه به دست بگیرن بر علیه رژیم اون کشور حرکت بکنن. Protection for victims of internal armed conflict. و این خب خیلی خلاصه تر هم هستش و اصلا مشخصا هم میگی که the scope of laws are more limited در مورد non-international armed conflict، چون برمیگرده به قوانین داخلی کشورها و اینا. با این حال در این پروتکل دو یه سری دو تا محدودیت اصلی گذاشته برای اینکه چه کارهایی رو در واقع تو این internal in non-international armed conflict در این مبارزات مسلحانه داخل کشورها نباید انجام داد، که میگه که افرادی که در این مبارزات مسلحانه دست ندارن هاستیلیتیز میشه در واقع دشمنی ها، خصومت ها، افرادی که تو این خصومت ها دست ندارن بین مثلا اون کشور و اون گروه نظامی، اینا باید که خیلی باهاشون رفتار انسانی انجام بشه، از جمله افرادی که نظامی بودن و حالا به هر دلیلی یا دستگیر شدن یا مجروح شدن یا مریض شدن، اینا دیگه باید رفتارمون باهاشون انسانی انجام بشه و حق ندارن که با اون نظامیان، با اون افرادی که نظامی بودن و شروع کردن به نبرد مسلحانه، رفتار مثلا غیر انسانی انجام بدن. و دیگه اینکه اگر که زخمی به وجود بیاد یا بیماری درشون به وجود بیاد، اینا باید collected and care، باید جمع‌آوری بشن، جدا بشن و ازشون نگهداری بشه.
این پروتکل دو خیلی خلاصه است که مربوط میشه به اینکه یعنی اون چیزای دیگه‌ای که در بالا گفتیم که پریزنر آف وار و اینا تلقی میشه این حرفا نیستش. یعنی فرض کن اگر که یه نفری اسلحه به دست بگیره بر علیه دولت چه میدونم فرانسه، این دولت فرانسه که بگیرتش، اون دیگه پریزنر آف وار تلقی نمیشه. کنوانسیون ژنو هم تنها چیزی که داره میگه آقا اینا رو باید باهاشون رفتار انسانی داشته باشیم و اگه مریض هستن این اطفا بهشون کیر بکنین و اینا، بقیهش میفته به عهده قوانین اون کشور. این پروتکل دو رو اتفاقا خیلی جالبه که دولت ایران و آمریکا اینا چیزش کردن، هر دو امضا کردن اون پروتکل مورد همین اکیوپیشن و در واقع نجات پرستی و این حرفا رو امضا نکردن، ایران و آمریکا و اسرائیل، ولی اینو امضا کردن، راتیفای نکردن، یعنی تو مجالسشون به تصویب نرسوندن. زیادم چیز مفصلی نیست اصلا پروتکل دوش، ولی خب باز دوباره کشورهای اطراف ایران کشورهایی هستن که در اصل راتیفایش نکردن، یعنی آمریکا، هند، پاکستان، ترکیه، ایران، عراق، سوریه و اسرائیل. اینا این کنوانسیون شماره دو را هم حالا ایران و آمریکا امضا کردن، راتیفای نکردن. اونای دیگه هم که اصلا امضا نکردن و پروتکل یک هم که دوباره ایران و آمریکا و اسرائیل و اینا امضا نکردن. ولی حالا من امیدوار بودم که شاید یه افرادی که با مسائل قانونی آشنایی داشته باشن بگن که چجوری این الان داره پیگیری میشه و دولت اسرائیل واسه زیر پا گذاشتن همین پروتکل یک آیا میتونه تحت چیز قرار بگیره. کسایی که دیر اومدن اگه برین اون بررسی آرتیکل 3 رو که من داشتم توضیح میدادم، تو آرتیکل 3 یه چیزایی هست که بشه همین اقدام بر علیه جنایت بر علیه بشریت و وار کرایم و اینا توش تعریف شده، مثلا اگر دست جمعی کسی رو کشتار بکنه، شکنجه بکنه، تحت فشار قرار بده، این حرفا توش اشاره شده، ولی به این وضوعی که تو پروتکل یک بود نیست. و نتیجه که جنبندی اگر یه وقت دوستان خواستن مراجعه بکنن به این پروتکل ها، اون چیزی که نبردهای ضد استعماری، ضد رژیم های نجات پرست و ضد اشغال صورت میگیره در چارچوب آرتیکل 3 اصل کنوانسیون و پروتکل 1 برن دنبالش میتونن بگردن. منم الان توی وبسایت خودم اینا رو که خلاصه کرده بودم که بذارم، لینکشو پایین میذارم، اگه کسی دوست داشت که لینکشو میذارم تو چت، توی یکی از پیجای وبسایت خودم هم اینا رو خلاصه کردم، رفرنس هاشو اینا هم هست اگر که خواستین اونجا رو بوکمارک بکنین. یه لحظه اجازه بدین و این دیگه کلوزینگ ریمارکس های من بود. من فکر میکنم که تمام چیزهای مهم این پروتکل رو داشتیم. با تشکر از امیر حسن که اینقدر زحمت کشیده بودید. البته یه فقط نکته که فلسطین همه اینا رو امضا کرده، همه پروتکل ها رو امضا کرده، اینم اضافه بکنیم. خب پس دیگه نه، این اتفاق مهمه. پس بنابراین ممکنه این وکلایی که الان افتادن دنبال در واقع مجرم، در واقع وار کرایم های نتانیاهو و اینا، از اون ور چیز باشه، یعنی یه طرف قضیه حداقل امضا کرده باشه، باز مهمه. بله. بعدم به غیر از این کنوانسیون ها کلن یه سری قوانین بین المللی دیگه ای وجود داره که سازمان ملل و اینا گذاشتن که توی اونام که اگه اول جلسه که اون چهار تا چیزی رو که جنساید و نمیدونم کرایم اگینس هیومانیتی و اتنیکیزم و اینا را کردن، اونا هر چهار تاش رو کاملا اسرائیل انجام داده، یعنی میتونن روی چیزای سازمان ملل هم اینا چیز کنن، روی اون چیزی هم که فیلمی هم که در مورد ژیل دوبرگ بود، اون 300 تا به اصطلاح
حقوقدان هستن و تازه بازم دعوت کرده، یعنی مثل این که اینقدر این شدیده که دارن از یک به اصطلاح لشکری از حقوقدانا روی این کار میکنن. حالا ببینیم نتیجهش چی میشه. بله، پس در واقع نکته اینجاست که فقط هم پروتکل های ژنو نیستش که دست این وار کریمینال ها رو میبنده و اون مسئله دیگه هم هستش که حالا بعد نیست، شاید جلسه دو هفته آیندهمون رو بذاریم راجع به اون پروتکل های دیگه ای که وجود داره. بله، پس با هم دیگه اینجا قطع میکنیم و شب خوبی برای همه آرزو میکنیم. بله، همه دوستانی که با ما بودن خیلی تشکر میکنم ازشون. خیلی تشکر میکنیم همه کسایی که همکاری کردن، چه در چت و چه با صحبت کردن. شب خوبی داشته باشید. ممنون از همه دوستان، مرسی. شما میبندین دیگه اصول خانم؟ بله، با اجازتون من ببندم.